محسن شکاری شکار کفتاران شد، از فراز چوبه دار فردا را دید، وقتی که امام داران به التماس از او میخواهند پایین بیاید و نمی آید. قهرمان نبود و قهرمان شد، شکاری نبود و شکار شد، بهانه نبود و بهانه ترساندن شد. به صف بلند بر دار کشیدگان پیوست، و از فرازی که تلختر از زهر است شیرینی فردا را گواهی داد. میبینم روزی را که دارها را برمیچینند و محکم داران بر دار جنایت خیش لجه میزنند. سروده ای از اسماعیل نوری علا. دوستان شعر دیگری میخونم از خانم شکوه میرزادگی که انتخاب کردم به خاطر مناسبتی که با این روزها داره. به نام هشدار ای پاسداران شب. ای قاتلین زیبایی، ای پاسداران شب، چگونه صدای قدمهای خورشید را نمیشنوید؟ چشمانتان کجاست؟ چگونه نمیبینید روییدن صدها هزار جوانه را بر سنگ فرش خیابانها؟ چگونه نمیبینید تکرار مداوم مهسا امین، پدرام و حدیث را؟ هشدار ای قاتلین زیبایی، شب دوباره نمی آید، خیلی ستارگان همه حجاب ز سر برگرفتند. بود و نبودتان دیگر مسئله نیست، تمام شده اید. زنجیرهای این همه گیسو از دستهای شرارت شما باز نخواهد شد. با درود به هموندان گرامی مهستان در داخل و بیرون از این تالار، همچنین درود میفرستم به دوستانی که برنامه این نشست رو در هر جایی که هستند دنبال میکنند. قبل از شروع، از طرف مهستان سکولار دموکراسی ایران، کشته شدن جوان رعنا محسن شکاری توسط دشخیمان حکومتی رو به خانواده او و به ملت عزیز ایران تسلیت میگم. او در حکومت فاشیستی به دنیا آمد، در زیر تبلیغات عظیم جمهوری اسلامی رشد کرد و در 17 آذر فاشیست های حکومتی او را به دار آویختند. یادش در تاریخ مبارزات آزادی خواهی ایران جاودانه باد. و اما موضوع سخنرانی امروز، پیشرفت جنبش در گروه حل کدام مسائل است. سخنران این هفته آقای حسن دانشور، منعقد سیاسی و عضو شورای مدیریت مهستان سکولار دموکراسی ایرانیانه. این نشست همونطور که میدانید به طور زنده از تلویزیون میان تیوی و همچنین از شبکه های اینترنتی پخش میشه. پس از شنیدن سخنان آقای دانشور، هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش ها و یا اظهار نظراتشون وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان نیز از طریق پیامگر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ با هماهنگی خانم سپیده قیاسفند به این تالار منتقل خواهد شد. آقای دانشور، میکروفون در اختیار شماست. خیلی ممنونم. درود میفرستم به دوستان حاضر در نشست و بینندگان این برنامه و شنوندگان این برنامه در هر کجا و هر زمان که این برنامه رو خواهند. قبل از اینکه شروع کنم به صحبت های خودم، یه مقدمه اینو میگم و اون اینه که شاید به گمان من بهتر بود که متن سخنرانی رو اینطوری بیان میکردیم که پیشرفت جنبش در گروه حل کدام مسائل و اجتناب از انجام چه کارهایی است. چون برای که جنبش جلو بره، پیشرفت به سوی، منظور از پیشرفت یعنی پیشرفت به سوی دموکراسی و زدن حکومت و جانشینی نهایی یک حکومت دموکراتیک، چون یکی از دوستان سوال کرد پیشرفت در چه جهت قبل از شروع جلسه. خب قبل از هر چیز باید بگیم که زنان، جوانان و مردم ما به اندازه زیادی و تا حد قابل توجهی و تا حد امکانشون در صحنه مبارزه با جمهوری اسلامی حضور داشته، دارند و قربانی‌های گرانقدر رو هم تقدیم ملت ایران کردن، تا جایی که تحسین جهانیان رو هم باعث شدن. و به گمان من امروز این وظیفه اساسی وجود داره که به دوش الیت روشنفکر و سیاسی ایرانه که باید
هرچه زودتر به جنبه و به این وظایفش در واقع پاسخ درستی بده. من گمان میکنم که مشکل اساسی، یکی از مشکلات اساسی برای پیشرفت جنبش، در واقع عقب موندگی شدید این الیت سیاسی است از واقعیت های جامعه ما و اون چیزی که از در جنبش میگذره. این عقب موندگی باعث شده که روشن فکران ما نتونن هنوز به مسئولیت های خودشون عمل کنن و دست و اعمالی بزنن که به خواست جنبش موجود پاسخ بده. مثلا برای مثال نمیتونی بگی که من رهبر نیستم ولی در این حال فراخوانی بدی که صدها هزار نفر در اون شرکت کنن. یا مثلا نمیتونی بگی من سیاسی نیستم، من فعال حقوق بشرم، ولی حرفت تأثیرات عظیم اجتماعی داشته باشه. به نظر من این یعنی فرار کردن از مسئولیت یک روشن فکر که در یک شرایط خاص تاریخی وظایف بسیار سنگینی به دوش داره. در این گفتگو، در این صحبت، این که من سیاسی نیستم، انگار که گویی سیاسی بودن و یا رهبر بودن جای دیگه مثل امتحان گواهی نامه رانندگی دادنه که باید یک امتحانی بدی و یک گواهی نامه رهبری بکنی. به هر صورت تمام تجربه تاریخ انسانی نشون میده که ملتی به آزادی میرسه که رهبرانش جسارت و از خودگذشتگی لازم رو برای با درایت و عقل عملی در هم آمیزن. خب از این مقدمه که بگذاریم و قبل از این که بخوام به جستجوی پاسخ برای سوال موجود در عنوان سخنرانی بپردازم و برای اینکه این پاسخ رو مستند به دلایلی بکنم که از اصول دموکراسی گرفته شده، لازم میدونم که به چند پیشفرض اشاره کنم، زیرا که سخنان من به خاطر اون پیشفرض هاست که معنی پیدا میکنه. اولین پیش‌فرض من در اینجا این است که سیاست بیرون از دموکراسی دموکراتیک نیست، مثل شرایطی که امروز کشور ما داره. ما در شرایط دموکراسی نیستیم تو کشور. بنابراین نه گروه سیاسی، نه حزب و نه هیچ دولتی در این شرایط، یعنی در شرایط بیرون از دموکراسی، ماهیت دموکراتیک نداره، زیرا قدرت سیاسی هم از دولت و یا احزاب تشکیل دهنده اون زمانی خصلت دموکراتیک پیدا میکنند که دو شرط رو همزمان داشته باشن: یکم از طرف مردم و توسط صندوق های رأی برگزیده شود، و دوم و همراه با اون این گزینش، این انتخاب شدن، این انتخابات بر اساس قوانین و قوانین مبتنی بر حقوق بشر انجام گرفته بشه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس قوانینی که آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی های دینی و غیر و غیر رو تضمین کنه. و همینطور و همین اهمیت موضوع عدم تبعیض تمامی شهروندان رو هم در واقع تضمین کنه. پس در کشور ما که نه قانون اساسی حقوق بشری و عرفی هنوز وجود نداره و نه امکان برقراری انتخابات مبتنی بر اون قوانین گفتیم وجود داره، خب هر قدرت سیاسی حالا اگه بیاد، حالا هم از یک گروه های سیاسی احزاب مختلف بیاد تو قدرت بشینه، این غیر دموکراتیکه. پس بدیل فوری جمهوری اسلامی بدین شکل نمیتونه ادعای دموکراتیک بودن کنه، حتی اگر بخش بزرگی از ملت ایران در تظاهراتشون بیان تقاضا کنن که این احزاب بیان قدرت بگیرن. این ربطی به مفاهیم اساسی دموکراسی نداره و این قدرت ها رو نمیگن قدرت دموکراتیک. یه نکته همینجا اینم اضافه کنم که تو این پیشفرض، معنای این پیشفرض این نیست که ما به نیاز به یک قدرت غیر دموکراتیک جانشین جمهوری اسلامی نداریم، حتما داریم که تو ادامه بحث خواهیم گفت، ولی بحث
باید روشن بشه از قبل که برای هوشیاری مردم باید روشن بشه که این حکومت جانشین جمهوری اسلامی نمیتونه به ادعا کنه که من حکومتی دموکراتیک هستم. این پیش‌فرض اول. پیش‌فرض دوم این است که امر رهبری به معنای اداره کردن و سامان دادن کشور از ضروریات مسلم هر جنبشیه. این ربطی هر جنبش سیاسی اجتماعی، این ربطی فقط به ایران نداره. اگرچه ما اینو میدونیم که امروزه کلمه رهبر، خود کلمه رهبر به خاطر اطلاق اون به دو چهره منفور یعنی خمینی و خامنه ای در ذهنیت ایرانی ها و به خصوص زنان و جوانان مفهومی منفی است و معنای دیکتاتوری از اون استنباط میشه. اما این رهبری وجود داره، رهبری در عرصه مبارزات روزانه مردم وجود داره. این رهبری تا سقوط جمهوری اسلامی افقی است، چیزی که جنبش نوین ایران اینو نشون داده. افقی است به این معنی است که به این معنی هست که چیزی شبیه مثلا انقلاب 57 یا انقلابات دیگه دنیا یا رهبری متمرکزی از بالا دست روز نیست، یک شکل کاملا جدید و مدرنی از رهبریه. درسته؟ خب اما این رهبران، این رهبرانی که امروز تو در واقع بهشون میگیم رهبران میدانی مثلا، که چه در داخل کشور و چه در خارج کشور میشه رد پاشون رو پیدا کرد، به افراد مختلفی اطلاق میشه که برخی از اونا مخفیان و گمنام، برخیشون در زندانن، برخیشون در دموکراسی‌های غربی زندگی و فعالیت میکنن. خب به جز رهبران مخفی و ناشناس که در محلات هستن، در دانشگاه هستن، در محیط کار و جای مختلف هستن، بقیه رهبران رو ما میتونیم از تأثیر فراخوان‌ها و گفتار اونا در بین مردم باز بشناسیم. اما این نوع رهبری که عمدتاً بر اساس تجربیات مردم و همینطور شخصیت خود اونا شکل میگیره و در واقع بازتاب خرد جمعی مردمه، با سرنگونی جمهوری اسلامی موضوعیت خودش رو از دست میده. یعنی همین که جمهوری اسلامی افتاد دیگه ما به رهبران میدانی به اون معنا احتیاج نداریم. اما یا رهبری داستانش تمام میشه؟ خیلی. در اینجا به جای اون رهبری میدانی رهبری نوع دیگری ضرورت پیدا میکنه که ما به اون میگیم رهبری بوروکراتیک. این رهبری بوروکراتیک به شکل دولت در میاد و در دستور کار قرار میگیره. این پیش‌فرض دوم بحث امشب ماست. پیش‌فرض سوم. در مورد پیش‌فرض سوم اینو میتونیم بگیم که این رهبری بوروکراتیک میتونه و باید پشتیبانی رهبری دوره قبل یعنی رهبری میدانی رو داشته باشه. این ضرورت داره و اگر نه تمام اون بلکه بخشی از اون رهبری بوروکراتیک باید قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی شکل بگیره. منظور چیه؟ منظور این است که امروز ضرورتی نداره در این لحظه تمام اون رهبری بوروکراتیک یا به عبارت دیگر اون دولت گذار یا دولت انتقالی یا دولت موقت، هر چیزی که اسمش رو بخوایم بذاریم، لزومی نداره که امروز تماما تشکیل بشه، بلکه به گمان من از بخشی از این امروزه باید تشکیل بشه و ضرورت داره. حالا خواهیم گفت بیشتر بریم، خواهیم گفت که این ضرورت از کجا ناشی میشه. در اینجا به گمان من 4 تا تیم از اون رهبری کلی مورد نیاز. این 4 تا تیم چی هست؟ این 4 تا تیم، یکی تیم وزارت خارجه، من اسمش میذارم، یکی تیم وزارت دفاع میذارم، یکی تیم وزارت دادگستری میذارم و بالاخره تیم اقتصاد. آره، چرا این 4 تا اهمیت دارن؟ این 4 تا تیم به ضرورت‌های فوری قبل از سقوط و لحظه سقوط پاسخ میدن. که اینا شامل چیست؟ خیلی فشرده بخوام صحبت کنیم، یاره بعدن فرصت پیدا شده در گفتگوها بازش خواهیم کرد. این شامل چند چیزه. یکی ارتباط با جهانه، به خصوص جهان آزاد. این ضرورتش امروز کاملا محسوسه، تو تمام بحثایی که میبینین توی میدیا میشه این بحث هست
که چه کسی ارتباط رو باید انجام بده، چگونه باید انجام بده، مضمون ارتباط چیه. امروز هست این مسئله ولی به صورت کاملا پراکنده، به صورت خردکاری که هر کسی با سلیقه شخصی خودش میکنه. بعدیش موضوع تیم دوم، موضوع دفاعه، که این دفاع شامل دو بخش میشه. یکی دفاع از حق حاکمیت ملیه که از طریق دفاع از مرزهای کشور باید انجام میگیره، با خصوص زمانی که جمهوری اسلامی ساقط شده، و دیگری دفاع از امنیت داخلیه که این امنیت داخلی یک ابزاری برای حفظ آزادی ها بعد از سقوط جمهوری اسلامی که این رو تیم دفاع فقط میتونه انجام بده. اینو میتونیم بعداً بازش کنیم و بریم جلوتر ببینیم چه کارهایی میتونه بکنه و چه ضرورتی به چه ضرورتهایی پاسخ میده. بعدیش تیم وزارت دادگستری پاسخ فوری باید بده به موضوع جنایات رهبران جمهوری اسلامی. این موضوع اهمیت زیاد داره به خاطر که زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کنه، برای جلوگیری از رفتارهای خودسرانه و به هم زدن آرامش باید مراجعه کرد به قوانینی که از قبل آماده شده توسط این تیم. حالا این قوانین چگونه آماده میشه اون بحث دیگه. برای اینکه یک صدایی از یک جایی از یک دوربینا فکر کنم یه میکروفونی باز صدا میاد. خب اینم مربوط بود به موضوع بخش تیم دادگستری. و بالاخره تیم اقتصادی ضرورت فوری امروز ما هست که تشکیل بشه به خاطر چند چیز. اونی یکیش این که حل معیشت آنی مردمه، یکی تلاش برای در واقع گرفتن پولهای مردم که در فعلا بلوکست در خیلی کشورهای دنیا، یکی به حال سر سامان دادن به وضعیتی که ممکنه ادامه درگیری های مردم به فقر و بیچارگی و ناتوانی بخش های عقب مانده تر جامعه منتهی بشه، باید اینا کمک بهشون بشه. و همه اینا رو به کنار، این چهار تیم از وظایف مهمشونم در واقع حفظ بروکراسی و نیروهای نظامی است. پیش‌فرض چهارم برمیگرده به خواست اصلی جنبش جاری زن زندگی آزادی. بگم آن من خواست اصلی این جنبش که با این شعار اصلی خودش نشون میده، آزادی، دموکراسی و عدم تبعیض بین شهروندان. خب طبعا ما میدونیم یک چنین خواستی در تطابق با حکومت قانون به وسیله حکومت قانون در واقع امکان پذیره. پس میشه این خواست اصلی کاملا روشنه. خب این رو میتونیم ما از این شعار و یا شعارهای اصلی دیگه جنبش نتیجه بگیریم. و پیشفرض پنجم و آخرین پیشفرضی که من تو این گفتگو دوستان دارم اینه که برمیگرده به موضوع ائتلاف. امروز خیلی صحبت از ائتلاف نیروهای سیاسی میشه. من میخوام درک خودم رو از مفهوم ائتلاف بگم چیه. ببینید اگر در دموکراسی مفهوم ائتلاف همکاری احزاب برگزیده مردمه برای تشکیل دولت و لذا امریش که در اون مایه دموکراتیک داره. چرا در اون مایه دموکراتیک؟ برای که هر حزب در اینجا نمایندگی بخشی از جامعه رو داره. خب در دموکراسی معنای ائتلاف کاملا روشنه. میگیم حکومت ائتلافی آلمان، حکومت ائتلافی مثلا فرانسه، حکومت ائتلافی این کشوری ها. اما این مسئله باید کاملا روشن باشه. اما ببینیم که در بیرون از دموکراسی مثل شرایطی که ما الان داریم، وضعیت کنونی ما، ائتلاف حزبی این معنایی رو داره؟ خیر. به گمان من ائتلاف حزبی از این معنای دموکراتیک تویی است، برای که هنوز احزابی که یا گروه های سیاسی که خودشون رو حزب یا گروه سیاسی نامیدن
یا سازمان نامیدن، اینا تجسم خواستهای مردم نیستن، برای که برگزیده اونا نیستن، بلکه تشکیلاتی هستن از یه سری آدم هایی که حول ایدئولوژی های سیاسی معینی گرد اومدن، درسته؟ و این ایدئولوژی های سیاسی معین هنوز جواز قانونی برای ورود به سیاست دموکراتیک رو ندارن. بنابراین میشه گفت که خب نزدیکی های گروه های چنین گروه های خب یک عمل منفی نیست، فقط از نظر کمی وضعیت رو دگرگون میکنه. یعنی اگه یک گروه 500 تا آدم داره، گروه 20 تا داره که 40 تا داره، تعداد بیشتری کنار هم میشنن، هیچ معنای دیگه ای نداره. اما برخلاف کلمه ائتلاف، کلمه اتحاد کاملا اینجا معنی داره. اتحاد مردم امروز یک امر واقعی روی خیابون میبینیم اینو ما. به همین دلیل اتحاد الیت سیاسی و روشن فکرم معنی داره، چه به شکل فردی چه به شکل گروهیش. منتهاش که این نه تنها ممکنه بلکه ضروری هم هست، که این راجبش صحبت خواهیم کرد بیشتر. منتهاش مضمون این اتحاد نه نزدیکی ایدئولوژی های سیاسی به یکدیگر، اون چیزی که برخی از مخالفین جمهوری اسلامی بهش میگن بدبستان های سیاسی، چون این بدبستان های سیاسی وجود نداره، برای که شما در بیرون از دموکراسی قرار داره. پس چه چیزی وجود داره؟ به گمان من پذیرش مطلق راهی است که به دموکراسی منتهی میشه، که در این راه اتفاقا ایدئولوژی سیاسی هیچ دخالتی نداره. به معنای دیگر در اینجا اتحاد روشنفکران میشه بازتاب اتحاد فراگروهی فرا ایدئولوژیک مردم تو جنبش آذر. خب اینا اون در واقع پیشفرض هایی بود که گفته های من از این به بعد مبتنی است بر این پیشفرض. حالا از این پیشفرض ها که بگذاریم، اولین ضرور و ضروری ترین موضوع برای پیشرفت جنبش به سمت دموکراسی شناخت درست خود جنبشه. برای دستیابی به این شناخت اولین کاری که باید انجام بگیره اینه که از کلیشه های سیاسی موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی گذر کرد. این کلیشه ها رو باید کنار زد و به جنبش باید با دیدی واقع بینانه اونطوری که هست نگاه کرد. خب مشکل اساسی این کلیشه ها چیست؟ مشکل اساسی این کلیشه ها اینه که این کلیشه ها اینه که در واقع با نادیده گرفتن شرایط بیرون از دموکراسی، چیزی که توی این در واقع پیش فرضمون گفتیم، مدعی به کار گرفتن ابزارهای معمول در دموکراسی هستن. یعنی مثلا خود کلمه ائتلاف که در دموکراسی معنی داره اینجا به کار میبرنش، درسته؟ قدرت سیاسی که در دموکراسی یک مفهوم معینی داره اینجا به کارش میبرن که ما بیرون دموکراسی. اینا همه به صورت کلیشه هایی شده که مرتبه شما اگر نگاه کنید، من برای آماده شدن این سخنرانی خب شاید 10-15 تا نوار سخنرانی به اصطلاح رهبران مخالف جمهوری اسلامی رو از نهلهای مختلف فکری در واقع گوش کردم، میبینم توی این مسئله تو همشون مشترکه. یعنی الیت سیاسی ما هنوز به این درک نائل به نظر من نشده که تفاوت بین دوران دموکراسی و بیرون از دموکراسی رو بفهمه. بفهمه مفاهیم یگانه نیستن تو این دو حالت. خب اما جنبش واقعا موجود در ایران ما میبینیم که آگاهانه و مسئولانه از هر نوع سمتگیری سیاسی نابهنگام خودداری کرده. ببینید فریادهای یگانگی ملی که از گوش و کنار کشور به گوش میرسن، اینو دوستان همه شعاراشو میدونن، من تکرار نمیکنم. افسانه های قوم پرستان، هویت پرستان از هر نوع، هویت قومی یا هویت باستانی فرقی از من نداره، طرفداران مبارزه طبقاتی، طرفداران اشکال انقلابی اسلامی و و و همه رو چیکار کرده؟ همه رو به کنار زده و کلن تمام ایده هایی که مبارزه رو به انشعاب میکشونه در واقع دود کرده و به هوا فرستاده.
و زمینه رو از جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه گرفته، کاری که جمهوری اسلامی طی 40 سال با موفقیت تمام ازش استفاده میکرد. این خیلی اهمیت داره، اینکه ملت ایران این یگانگی رو امروز نشون داده خیلی چیزها رو عوض کرده، اینو باید درکش کرد. از اون طرف اهمیت داره این موضوع. اهمیتش در چیه؟ اهمیت این موضوع در اونه که در فردای آزادی برای پیروزی ایران دموکراتیک، ایرانی‌ها دشواری‌هایی رو که مثلا در فدراسیون شوروی سابق و یا اروپای شرقی سابق موجود بود و دچار مشکلات زیادی و خونریزی‌های زیادی توی کشورها شد دیگه نداره. دیگه ما در آینده به احتمال خیلی زیاد گذار به دموکراسی و پیشرفت رو با سرعت خیلی بیشتر از این کشورهایی که اسم بردم انجام خواهیم داد. این رو ملت ایران برای ما روشن کرده. خود جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که جنبشش برای دموکراسی، جنبشش برای حقوق شهروندی، جنبشش برای رفع تبعیض، آزادی های فردی اجتماعی و به گمان من رهبری زنانه اون یکی از تضمین‌های اساسی برای ثبات این روند دموکراتیکه. حالا من وارد این بحث که رهبری زنانه چیه و فلان نمیشم، چون یه بحث مفصل تو مهستان کردیم. خب همینجا فقط تو پرانتز میگم که بعضی ها از اونجایی که این معنای رهبری زنانه نفهمیدن فکر میکنن که سیه بگه رهبری زنانه یعنی جنبش رو زنانه مردانه کرده. یعنی این بعضی وقتا من همین امروز نگاه میکنم این جوانی که اتفاقا خیلی هم نشنالیست بوده این موضوع رو اصلا با این شکل مطرح میکرد، برام خیلی تعجب آور بود. برام از این بگذاریم. این موضوع اول بود. پس شناخت درست جنبش موجود در ایران اولین مسئله ایش که باید حل بشه. مسئله دومین موضوعی که اهمیت تعیین کننده برای پیشرفت جنبش داره به گمان من تشکیل رهبری بوروکراتیک قبل از سقوط جمهوری اسلامیه. این مشکلیه که ما الان داریم. این رهبری بوروکراتیک یک نقش دوگانه داره، هم در خدمت نیازهای جنبش برای برانداختن جمهوری اسلامیه، یعنی ابزاری برای برانداختن، برخلاف خیلی کسا که فکر میکنن حالا اول بذار جمهوری اسلامی بیفته بعد اون رو تشکیل میدیم، خیر، اون یکی از ابزارهایش برای انداختن جمهوری اسلامی یکیه. و دومیش خیلی روشنه، برای پر کردن خلأ پس از جمهوری اسلامی، یعنی خلأ سیاسی چیز خطرناکیه. وقتی جمهوری اسلامی رفت باید این پر بشه، یعنی به عبارت دیگر کشور باید اداره بشه، حالا برای به صورت موقت، قطعا به صورت موقت. این دومین موضوعی تعیین کننده ای که پیشرفت جنبش به سمت دموکراسی منوط به حل این موضوع. سومین موضوع پاسخ صحیح و عملی به خواستهای جنبشه. خب بدیهی است که برای برون رفت از تسلط دستگاه مذهب بر جامعه که یک عامل مهم بنبست اجتماعی ماست، تحقق روند سکولاریزاسیون در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضروری است. بحثی که سخنران هفته پیش آقای گلپور، دکتر گلپور تو مستاد میکرد همین بحث بود، که این بحث به اینجا میانجامه که این امر، یعنی امر سکولاریزاسیون در جامعه، بدون وجود قوانین مرجع در قانون اساسی ممکن نیست. خب اگر چنین چیزی هست، پس برای انجام این مهم از همین الان، شاید هم دیر شده، از همین الان افراد متخصص حقوقدان که ما خوشبختانه به اندازه کافی داریم باید به این امر بپردازن. ما این افراد داریم، اما اون چیزی غایبه وجود تیم رهبری بوروکراتیکه. یعنی اگه ما اون چیزی که بهش در بحث قبلی گفتیم وزارت دادگستری این قدرت سیاسی، اینو اسمشو گذاشتیم وزارت دادگستری، تیم وزارت دادگستری اسمشو گذاشتیم، این وظیفه اونه که اونو سازماندهی کنه، اگر نه کار مشکل خواهد شد. خب اما
این تیم اگر به کار خودش بپردازه و اگر این کار قبل از سقوط جمهوری اسلامی انجام بشه، یک کار مهم دیگه هم میتونه بکنه که باید بکنه، و اون عبارت است از تهیه و تدوین اون بخشی از قانون اساسی آینده که نیاز دوران گذاره. برای که ما در دوران گذار، برای که قدرت سیاسی بتونه کاراش انجام بده، نیازمنده به یک سری قوانینه. بدون قانون که نمیتونه انجام بده کارش. نمیتونی هم از قانون اساسی مشروطیت استفاده کنیم. تو پرانتز اینم بگم، برای که مشکلاتی داره قانون اساسی، مشکلاتی داره که با سکولاریسم جور در نمیاد. خب مشکلات دیگه‌اش قدیمی بودنشه. امروز مسائلی که تو جنبش سیاسی ایران بخصوص تو صحنه اصلی مطرح میشه مسائل خیلی مدرنه، یعنی گذر کرده از انقلاب مشروطیت و خواستاش. خیلی هم طبیعیه، برای که اون 100 و خورده سال پیش بوده. بنابراین اون بخشی از قانون اساسی که پاسخ میده به نیازهای دوران گذار باید الان آماده بشه. بخش دیگه‌اش حالا میشه در طولانی مدت و حتی زمانی که دولت‌های دموکراتیک میان سر کار، آهسته آهسته در واقع وارد قانون اساسی بشه، برای که احتیاج به تفحص پژوهش بسیار زیاد داره بعضیش کارش. خب بنابراین اینم یکی از موضوعاتی که یکی از سوالاتی که باید در واقع حل بشه، برای که اگر شما اینو بذارید برای دورانی که حکومت ساقط شده، در ما در اون دوران در یک دوران پر از التهاب به سر بریم، که این خطر وجود داره که سیاست‌های گروهی، حزبی، حتی سیاست‌های خارجی، یعنی کشورهای از خارج ایران در موضوعات قانون اساسی و به هم زدن آرامش لازم برای گذار تأثیرات سویی بزنن. برابر این هم یک کاریه که باید روشنفکران ایرانی که ما اسمشون میزنیم در این بخش حقوقدانان و قانوندانان باید انجام میگرفته که انجام نگرفته. امیدواریم هر چی زودتر این کار اتفاق بیفته. اینا هیچ صحبت نمی‌کنه، همش رهبریه. هیچ چیزی به جز رهبری روش نمی‌کنن. چهارمین موضوع به نظر من که خیلی اهمیت داره، کسب حمایت مادی و معنوی مردم جهان و دولت‌های اوناست. اونایی که میگن نمیدونم تبلیغ بکنن ما مبارزمون درونی ربطی به کشورهای فرنگ، این حرفای خیلی درستی نیست. امروز استفاده عاقلانه از این نگرش مثبت مردم جهان و بسیار دولت‌های جهان به اتفاقاتی که در ایران میفته باید ازش به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کرد. هیچ تردید توی مسئله نشته بشه. ما در دنیای زندگی میکنیم که همه به همه احتیاج دارن. ما به اونا احتیاج داریم، اونا هم بعد آیا الان به ما احتیاج خواهد دارن. شما یادتون باشه ما الانی که داریم با اسلامیسم مبارزه میکنیم، این مبارزه ما در واقع کمک بسیار بسیار مهمی به مبارزه حکومت‌های دموکراتیک بر علیه جریان خطرناک توی همین جوامعی که اسلامیسمش اشکال مختلفی که دارن. از زمانی که جنبش در درون ایران به این شکل بلند شده، کشورها و مردم دموکراتیک از خوشحالی در پوست خود نمی گنجن، برای که هیچ چیزی بر علیه سکولاریسم، بر علیه ببخشید اسلامیسم، به جز خود مردمی که زیر فشار اسلامیست هستن مؤثر نیست. بنابراین میبینید که کمکی که اونا به ما خواهند کرد پاسخیش به کمکی که ما به اونا میکنیم. و به علاوه اگر ما میخواییم دموکراسی رو در ایران برقرار کنیم، دموکراسی امروز امر جهانی در چارچوب ملی وای نمیشه، فقط امر ملی مربوط به ملت نیست. خب در اینجاست که ما اون وقت گفتیم که توی پیش فرضامو گفتیم که ما اینجا به یک تیم وزارت خارجه دولتی گذار نیاز داریم که این تیم یک ختمش واحد پیش ببره و به خردکاری‌های موجود در واقع پایان ببخشه. این تیم اگر رفت پلوی نمیدونم فلان رئیس جمهور فلان و گفتن شما برنامه‌تون چیه، برنامه‌اش بزن جلوی بگیم برنامه ماست، این تیم ماست و این کار ماست، در اینجاست که پذیرش جهانی پیدا خواهد کرد. موضوع پنجم و آخرین موضوع و بخش پایانی سخنان من برمیگرده به در واقع این که واقعیت اینه که جنبش موجود در ایران در روند آتی خودش به احتمال زیاد باعث جدا شدن بخش‌هایی از نیروهای نظامی رژیم خواهد شد. تردیدی نیست تو تمام تحولات سیاسی این گونه این اتفاق میفته. در اینجاست که تیم وزارت دفاع دولت انتقالی میتونه به این روند شکل صحیح بده
میتونه اونو تشویق کنه، میتونه مهمتر از این مردم رو از دام ورود نابهنگام به مبارزات جنگی در شرایط فعلی آگاه کنه. چون یکی از در واقع خطراتی که امروز وجود داره خطر آنارشیست هاست که ما امروز مثلا اگر شما این توی میدیا نگاه کنین میبینین که تبلیغات پخش خشونت از طرف مردم رو دارن میکنن و این میتونه ضربه خیلی هولناکی به روند در واقع گذار به دموکراسی وارد کنه. در پایانم خب اینم میگم که نکته ای را اشاره کنیم که وجود یک قدرت ولو بخشی از قدرت دولت که بشه دولت خودشونشون میده انتقالی یا گذار یا هر چیز بخواییم بذاریم سعی خواهد کرد که همه چیز رو با نظمی ضروری و مدرن رو بره، برخلاف تکه کاری های پراکنده با سلایق مختلف و و و و بالاخره یک نقدی رو هم من اینو میکنم و بعد به صحبتم فعلا خاتمه میدم و اون نقد من به رهبرانی هست که در خارج کشور هستن. این رهبران موظفن، این حالا من به طور مشخص اسم برم چون همه میدونم، از مهمترینشون رو که شاهزاده رضا پهلویه، خانم علی‌نژاد و آقای اسماعیلی اونه که فعلا در موضع رهبری، یعنی به این معنی نیست که یک بار دیگه اینا رهبر باشن، هیچ معلوم نیست. ما در حوادث این چنانی میبینیم جا به جایی رهبری هم صورت میگیره. خب اینا رهبرن تا زمانی که دخالت میکنن، تا زمانی که فراخوان میدن رهبرن، و چون رهبرن این که بگن ما رهبر نیستیم، این که بگن ما فقط فعال حقوق بشریم، این که بگن شما برین کاراتون رو بکنیم ما دنبال شما هم، اینا در واقع فرار از مسئولیته. یک رهبر باید مسئولیت رو بپذیره، یک رهبر باید این مفاهیم رو که ما رو صحبت کردیم بفهمه و بدونه. من در بعضی سخنرانی های بعضی از این رهبران دیدم که درک درستی از مقوله ائتلاف ندارن، درک درستی از حزب و سیاست های حزبی در واقع ندارن. این نداشتن این درک میتونه جنبش رو به نه به شاهراه درست حرکت درست، بلکه به تجراهایی که میتونه باعث هدر رفتن تلاش های عظیم جوانای ما بشه منتهی بشه. من از اینا خواهش میکنم وارد بحث های سیاسی بشن دقیقا، صرفا خودشون رو متکی نکنن به تبلیغاتی یا سخنرانی ها یا سوالاتی که به اصطلاح خبرنگاران این رادیو و تلویزیون ها میدن، چون غالب این خبرنگارا به گمان من خیلی مثل خبرنگارای اروپایی امریکایی نیستن، اینا خیلی تربیت سیاسی دقیق و درست ندارن. شما اگه نگاه کنین سوالا همه کلیشه است، خودشون به این مفاهیم وارد نیستن عمیقا. من همه رو نمیگم، حتما تو این آدمای خیلی موجه و آدمای عمیقی هم هستن، ولی به طور کلی این کلیشه ها رو باید گذاشت کنار و به جای فروتنی بیجا واقعا در یادگیری بودن باشن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. دوستان وقت بگیرن داخل سالن لطفا با شماره 1، و دوستان خارجم از توسط خانم قیاسفند پیامشون به داخل منتقل خواهد شد. میبینم آقای شهرام عباسپور وقت گرفتن، نفر اول بفرمید. ممنونم جناب دانشور گرامی، درود میگم خدمت همه دوستان. سوالی برای من پیش اومد، اولا که در انتهای صحبتشون آقای دانشور با وجود اینکه این اسامی که نام بردن هیچ کدومشون ادعای رهبری نکردن، ولی آقای دانشور میگن که اینا خود به خود میتونن رهبر باشن، در صورتی که خود آقای دانشور بارها در صحبتاشون گفتن که این به اصطلاح غیر دموکراتیکه چون هیچ نمایندگی از طرف مردم ندارن، و اینکه اون اشخاصی هم که ادعای رهبری میکنن خب ایشون میگن که به هر حال اینا هیچ شناختی نسبت به دموکراسی ندارن، و حالا ما بارها صحبت کردیم که اینا فقط در حد ادعاست و اینا در حد رهبری نیستن حداقل.
این یه موضوع بود. بعد سوالی که برای من پیش اومد اینه که آقای دانشور ابتدای صحبتشون در اون پنج پیش‌فرضی که نام بردن فرمودن که رهبری قبل از به اصطلاح فروپاشی باید رهبری بعد از معذرت میخوام رهبری بعد از سرنگونی باید از پشتیبانی رهبری قبل از فروپاشی برخوردار باشه. میخواستم بدونم خب اگر الان واقعا ما در شرایطی نیستیم که به اصطلاح این رهبرا که حتی شما نام بردید فرض بفرمایید که بعد از سرنگونی اون رهبری بعدی به اصطلاح این پشتیبانی رو نداشت، در اون صورت چه اتفاقی میافته؟ میخواستم اینو فقط توضیحشو بدونم و دلیلشو. ممنونم. مرسی از شما. آقای دانشور میکروفون بسته است. خیلی ممنونم آقای عباس پورگرامی. ببینید شما گفتید که اینا درستم میگین، اینا ادعای رهبری نکردن، پس چطوری میشین رهبر نامید؟ ما بودیم رهبر یعنی چی؟ این فرقی نمیکنه تو ادعای رهبری بکنی یا نکنی. اگر تو میتونی با یک حرکت صدها هزار نفر بیاری تو خیابون، یعنی رهبری کردی. رهبری دیگه، رهبر چیه؟ اگر تو میتونی یک نمیدونی بگی مثلا چهارشنبه های سفید فلان کنین، میلیون ها زن و دختر میان این کارو میکنن، تو رهبری. حالا چون بگم من رهبر هستم، چون بگی رهبر نیستم، میگه رهبری چی داره؟ من گواهینامه با گواهینامه بین‌المللی داشته باشه که مثلا سازمان ملل رهبریش تایید کرده. رهبری همینه. رهبری در کوران مبارزه وجود میاد، دو تا عامل هم داره، یکی شخصیت خود اون آدم اون رهبره، یکی وضعیت خاص اجتماعی و امکاناتی که اون تصادفا ممکنه تا پیدا کنه. باشه در مورد رضا پهلوی، شاه رضا پهلوی، خب این رهبری اون دلایل متعدد داره، علاوه بر اینکه خودش ویژگی‌هایی داره، خاصی داره، آدم دموکراتیه، آدم علاقه‌مندی به تحولات در کشور، علاوه بر یک پیشینه خانوادگی مثبت تو تاریخ ایران داره و این به اون جایگاه خیلی خاصی میده رهبر. حالا بگه من رهبر نیستم، فرقی نمیکنه در اصل داستان. این نکته. اما اینکه من گفتم توجه کنید، وقتی من میگم غیر دموکراتیکه به معنی غیر ضروری نیست. دولت ما وقتی میگیم، چرا میگیم پس اگه ضروری هست چرا میگیم غیر، باید این کلمه غیر دموکراتی به کار بریم؟ برای که این یک سابقه تاریخی داره. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نزدیک ما و شمال آفریقا این اتفاق افتاد که یه حکومتایی بودن، حالا حکومتای بیشترشون هم پادشاهی بودن، مثلا مثل عراق، و یک به اصطلاح احزابی اومدن اینا از قدرت انداختن، درسته، و گفتن ما احزاب دموکراتیک، حکومت هم دموکراتیکه، در حالی که نبودن اینا. اگر این هوشیاری رو مردم عراق یا مردم خاورمیانه می‌داشتن که این حکومتایی دارن میان دموکراتیک نیستن، میتونن ضروری باشن، اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین ما نباید به هیچ حکومتی، حتی به بهترین آدمایی که بعداً حکومت تشکیل میدن، اعتماد کنیم. این یکی از اصول دموکراسیه. در دموکراسی شما به حکومت نباید اعتماد کنی. حکومت رو انتخاب می‌کنی، چارچشمی هم مواظب شی. تا اون حد یه کاری تو رو انجام بده بشه اعتماد داری، همین که پاشو گذاشت کنار میندازیش پایین. برای همینه که میگیم در دموکراسی در کنار قدرت ضد قدرت وجود داره. بنابراین این واقعیت که در دموکراسی دموکراتیک بودن قدرت سیاسی از حمایت مردم ناشی میشه، این مهمه. ولی ما در یک دوران تاریخی خاصی میشاریم بریم که این امکان پذیر نیست. نه انتخابات میتونیم بکنیم، نه میتونیم احزاب میتونن این فعالیت ها رو بکنن که مردم انتخابشون کنن، اینا نیست. ما بیرون از دموکراسیم. خب چاره ای نداریم. یعنی عقلانیت انسانی حکم میکنه که به بهترین شکلی بهترین آدمایی که ممکنن، رهبرایی که مثلا مورد اعتماد مردمن، یک قدرت سیاسی تشکیل بدن فراحزبی، تکنوکرات. برای چی؟ برای چی میگیم تکنوکرات؟ برای که سیاست های حزبی هنوز اجازه ورود به این دولت رو ندارن، به این قدرت ندارن. در دموکراسی اجازه پیدا میکنن وارد قدرت میشن، دلیلش اینه که پشتوانه مردمی دارن، یعنی قدرت اجتماعی پشتشون قامیده. ولی این دولتی ما تشکیل میدیم، ما میدونیم پشتوانه اجتماعی هنوز به مفهوم دموکراتیکش پشتش نیست. خب یه نکته بعدی اینه که
بله بعد از سر ببینید ما اگه دولتی بخوام تشکیل بدیم قطعا باید پشتیبانی ازش بشه. شما بهترین بوروکرات ایرانی رو که انتخاب کنین وزیرشون کنین برای که دولت رو اداره بده اداره کنه باید یک پشتیبانی داشته باشه. این پشتیبانی کی میتونه بده؟ بهترین کسی که میتونه بده اون هم رهبرای اولیه. چرا؟ چون مردم به حرف اون رهبرا کردن اونا تا حدود خیلی زیادی حرفشون اکثر در جماعت های ایرانی در داخل کشور. بنابراین اگر مثلا برای عملی بودن فهم این مسئله اینو میگم، فرض کنید فردا ما به این مثلا چهار تا تیمی که گفتم من دو دولت رو رضا پهلوی، شاهزاده، خانم علی‌نژاد و فلان اومدن گفتن آدمای خوشنام و جرم‌مله و کاردان متخصص انتخاب کرد، گفتن ما پیشنهاد میکنیم اینا این تیم‌ها رو تشکیل بدن. اوکیه، هیچ مشکلی نداره، حتی خود اینا میتونن توش باشن اگر متخصصن، اونم ایرادی نداره، درسته؟ اونم ایرادی نداره. بنابراین این هیچ تناقضی با اون بحث که اینا رهبرن و بعدن باید مثلا توی بخش دوم رهبری شرکت نکنن، این تناقضی نداره. برای که بسیار از این رهبرها ممکنه هیچ تخصصی برای اداره و تیم‌ها نداشته باشن، بنابراین اینا خودشون خواهند پذیرفت که دست به انتخابی بزنن که اون انتخاب اشتهی انتخاب خوبیه برای این وظیفه معینه کوتاه مدت یک ساله شش ماه هر چیز بشه. مرسی آقای عباس‌پور، شما واکنشی دارین؟ خانم قیاسفند گرامی، از دوستان بیرون کسی نوبت گرفته؟ سپاسگزارم. درود بر همگی. عرض کنم اولین پیامی که دریافت کردم آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ نوشتند واقعا عجیب است که آقای دانشور از موضع یک شخصیت آگاه همه سخن خود را بر تحقیر دیگران و نادان تلقی کردن الیت اپوزیسیون آغاز می‌کنند. کمی تواضع بد نیست، لااقل چهار تا آدم قابل تایید را در اپوزیسیون مطرح کنید. آقای دانشور، این رو آقای خوشکیش در ابتدای سخن شما نوشتند. خیلی ممنونم از جناب خوشکیش. ببینید صحبتی که من دارم میکنم نقد سیاسیه. تو نقد سیاسی مثل نقد ادبی، مثل نقد شعر، تو نقد سیاسی در واقع ما سعی میکنیم جنبه های کاتی های سیاست رو بگیم، نه خوبی های سیاست رو. این هم کمک میکنه که سیاست جلو بره. بنابراین قصد فردی شخصی نیست. من برای که این موضوع رو یکم روشن‌ترش کنم، اتفاقا همین امروز داشتم به سخنان برخی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون گوش می‌کردم، دیدم که خیلی جنبش موجود در ایران تأثیر مثبت گذاشته. یعنی من به طور مشخص حالا اسم می‌برم، آخرین صحبتی که شنیدم صحبت آقای چیز بود از شورای مدیریت گذار، حالا اسمشون یادم رفته، که توی مهستان ما اومدن صحبت کردن، آقای آهی با خبرنگاری که صحبت میکرد به همین بحث که من امشب در واقع کردم فرموله کرد. یعنی بحث دولت بوروکراتیک و دلایل و ضرورت این وجودش رو توضیح داد. بحث ائتلاف هم جالب بود برای من. این بحث ائتلاف هم ایشون به همیشه مطرح کرد. این بحث رو حالا براتون برای که جالب متوجه کنم که منظورم چیه، این بحث رو من دو ساعت قبلش همین خبرنگار با آقای مهتدی کرده بود، رهبر حزب کومله، درسته؟ علی‌رغم اینکه آقای مهتدی تو این صحبت رو هنوز لحن و لهجه کردی به لحاظ سیاسی نه به لحاظ کلامی، یعنی منطقه بومی تو شدید بود، هنوز کار داره که از این یکم فاصله بگیره به نظر من، ولی در این حال میبینم که تحول خیلی مثبتی در ایشون دیدم. یعنی خیلی راحت گفت ما بحث‌های مربوط به خواست‌های محلی قومی بودیم می‌ذاریم کنار برای که همبستگی ملی امروز درجه اوله. ببینید اینا بحثی که جنبش سیاسی موجود ایران اینا رو به اینجا رسونده، وگرنه این حرفا بحثا تو جنبش بود همیشه، هیچ که بهش توجه نمیکرد. بنابراین و من اینجا درود میفرستم به همه این آقایونی که یا خانمایی که دوچار چنین تحول مثبت شدن، هیچ تردیدی توش نیست. ولی همچنان اگر نقطه از نظر نقد سیاسی
به نظر من چیزی نادرسته رو باید بگم. یا اگر بخش خبرنگاری ما کم مطالعه میکنه، شما نگاه میکنید میبینید که مثلا اگه من 6 سال تو اروپا زندگی میکنم، خب من وقتی نگاه میکنم مقایسه میکنم یه خبرنگار اروپایی فلسفه میفهمه تا حدود زیادی، سیاست رو خیلی خوب میفهمه، خودش این مفاهیم رو تسلط داره، بعد میام میبینم که یک مثلا هموطن خودم که توقع دارم امروز جنبش که اینجاست اون باید یه قدم جلوتر روش میبینم یه بحثایی که قدیمیه کلیشه رو میکنه، خب من اینو نقدش میکنم و گفتم همه نیستن اینطوری، من آدم متین و فهمیده و فهمیده مفهوم سیاسیش، یعنی عمیق تو مسئله سیاست وجود دارن، تردید توش نیست، ولی میخوام بگم این اگه شما مثلا فیسبوک رو واکنید تمامش نگاه میکنید چیزای بازاری عامیانه است و شما خسته میشی نیم ساعتی میگونی بجز شعار بجز تبلیغ چیز دیگه نمیبینی، حد اکثر چیز خبره و این نشون دهنده اینه که ما اینونی باید یاد بگیریم کار سیاست کار ساده ای نیست، باید عمیق بشیم، باید مطالعه کنیم، باید بحثا رو از اون سطحی که وجود داره بریم عمیق‌تر، برای که علت چه میده که جنبش که تو ایران هست عمیقه، جنبش که تو ایران در تعادل نیست با سطح آگاهی به اصطلاح روشن فکران خارج کشور، یک قدم جلوتره نه 10 قدم جلوتره، برای همینه که ما 40 سال تو اروپا بودیم تو آمریکا بودیم نتونستیم تأثیر تو سیاست کشورهای غربی بذاریم، برای یه جنبش 3 ماه نشده فیلم تأثیر عظیم جهانی داره، برای که بحثاش درسته، برای که با عقب نمونیم باید اینا رو بگیم دیگه، موضوع شخصی نیست که، من این نظر منه، من هیچ خودم رو اصلا نه آدم سیاسی میدونم به اون معنا، یعنی آدم فعال سیاسی نمیدونم، خرد کوچولو رهبرم نمیدونم، یه آدمی که فکر کنم تو نقد سیاسی بشه کسی نقد ادبی میکنه، علاقه من به نقد سیاسی هم تموم شد رفت، هیچ جاه طلبی هم وجود نداره و نیاز نداره و دیگه اصلا سن بازنشستگی که بهش اجازه نمیده. خیلی مرسی. برمیگردیم داخل سالن، هموندان ما آقای فرشید آقازاده وقت گرفتیم، بفرمایید. ببخشید آقای آقازاده صداتون اکو میشه یه مقدار. بازم قابل شنیدن هنوز نیست متاسفانه. نه اصلا صدا نداریم. خب تا آقای آزاده میکروفونشون درست بشه. نه خودم هدفون رو بگیم در بیارم، به نظرم ایشون دو نقشم دارن نبه تو دو تا صحنه دو تا فریم ظاهر میشن. آقای آقازاده یه دونه، من یکی میبینم آن تو اونجا. خب تا ماهی که ایشون حاضر بشن من یه پرسش از شما دارم، من بعد آقای آقازاده تخت آماده میشن. درست شد؟ شما خوبی؟ بله خوبه. بله بله بفرمایید. بله خیلی اصلا خدمتی که آقای دانشور شما در این قسمتی که راجب رهبری صحبت کردید و راجب این که رهبر بعد انتخاب بشه یا نه یا به چه شکلی و چه پروسسی اینها، من یه مطلبی میخواستم بپرسم از حضورتون. این هم این که خب میدونید حتما یک رهبری طبیعی داریم بهش میگن، یه رهبری طبیعی یا رهبری منصوب شده appointed و natural. بعد خب قدرت رهبر منصوب شده appointed مربوط به یک ساختار سیاسی مستقره و خب در وضعیت حالا مثل الان در یه جنبش که مسلما ساختار سیاسی مستقر وجود نداره، بنابراین رهبرها رهبرهای طبیعی هستن، natural leader هستن و اون هم جایگاه رهبری در اون تعریف رهبری طبیعی جایگاه اتوریتی نیست، بنابراین یک رفتار یک مجموعه ای از خصلت هاست در رفتار و گفتار که این خود به خود افراد رو جذب میکنه.
خب هر کسی این کارو کرد، هر کسی میتونه یه افرادی رو همراه کنه و جذب کنه و خب تو هر دوران ممکنه یک نفر این کارو بیشتر انجام بده، یک نفر کمتر. و این یه چیزیه که به شکل خود به خود اتفاق میفته. یعنی اگر که دیگه شاید چون با توجه به واضح بودن مطلب تعریف رهبری طبیعی، شاید کافیه بگیم رهبری یک جنبش از کاتگوری، از گروه، از نوع رهبری طبیعی است و رهبری طبیعی منصوب نمیشه. من یک چنین چیزی رو میدونستم، میخواستم اینو مطرح کنم، از حضورتون سوال کنم که آیا به نظر شما همین درست هست یا خیر. ممنون از ما تمام. مرسی. خدمت آقای آزاده، تا جایی که من میفهمم از این صحبت شما، گفتید که ما دو جور رهبری داریم، یه جور رهبری منصوب شده که ساختار در واقع مربوط به ساختار سیاسی مستقر، که درسته این رهبری هایی که تو رئیس جمهور، نخست وزیر، اینا تو کشورهای دموکراتیک ما اینا میتونیم ببینیم، رهبرهایی هم که منصوب میشن توسط مردم و تو قدرت سیاسی میان در دوره معینی میان و میرن. رهبری طبیعی، حالا من کلمه طبیعی رو خیلی متوجه نیستم، ولی رهبری که ما امروز مثلا بهش احتیاج داریم، به نظر من حالا درسته که خصلت‌های خود اینا، شخصیت‌های خود اینا در رهبر شدنشون تأثیر داره. یه نکته خیلی مهمی هم که در رهبر شدن اینا در واقع تأثیر میکنه، درک به موقع ایناش از نیازهای جامعه است. یعنی در فرض کن اگه خانم علی نژاد یهو میشه رهبر، دلیلش میفهمه که این رو حس میکنه، یعنی این شمع رو داره که در یک لحظه معینی میلیون ها زن ایرانی از مسئله این که خودشون لباس پوشیدنشون رو در واقع معین کنن محرومن و این به صورت یک مشکل اجتماعی در میده، اینو میگیره و براش برنامه میده، این میشه رهبر. همینطوریه دیگه. یا جای دیگه همینطور، در زمینه‌های اجتماعی دیگه هم همینجور. بنابراین اینا یه مقدار بخوام یک هوش خیلی خاص هم دارن اینا، علاوه بر اینکه خب خصلت‌های خوبم باید داشته باشن، به هر حال اینا در نگاه مردم نگاه میکنن به اینا و ویژگی روحی اینا طوریه که، ویژگی شخصیت اینا طوریه که اون نیاز جنبش رو یا نیاز اون جمعیتی که اینو رهبر میکنه رو به خوبی در به موقع و به خوبی درک میکنن و به اون پاسخ میدن. من فکر میکنم اینه مسئلهش. مرسی از شما. از بیرون خانم قیاسفند، از دوستان اگر پیامی هست بفرمایید. بله خیلی ممنون. عرض کنم خانم فریده نیکومرام از روم نوشتند رهبری در هر متنی معنایی دارد، هر رهبری که رهبری سیاسی نیست. گوگوش هم میتواند صدها نفر رو به کنسرتش بیاورد، پس باید نام او را هم به لیست رهبران سیاسی من اضافه کنیم. حق این است که آقای دانشور نوع رهبری خانم مسیح علی نژاد را مشخص کنند. برای این درود بر خانم نیکو مرام، رهبری در هر متنی معنایی دارد، کاملا درسته، من منکر نیستم، حتما اینطوریه. اما اینکه نوع رهبری خانم علی‌نژاد چیه؟ نوع رهبری خانم علی‌نژاد اینه که رابطه ای با جنبش زنان برقرار کرده و این جنبش رو ارتقا بخشه در لحظات معینی. این یکی. نکته دوم، با این توانایی از این موقعیت رهبری استفاده کرده و امروز پاش واشه تو جای مختلفی که آدمای عادی نمیتونن برن، پاسواش شده بره توی نمیدونم مقامات سیاسی رو ملاقات کنه، پاسواش شده به جایی که بره نمیدونم این پارلمان های مختلف کشورهای اروپایی یا توی امریکا سخنرانی کنه و مورد توجه مطبوعات قرار گرفته، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته شده، رهبر شده. حالا این معنی نیست که الی ابد رهبره، ممکنه دو تا سه تا حرکت خیلی غلط بکنه برخلاف خواست جنبش و کلن پیچ و برکنار بشه از این رهبری تو ذهنیت مردم، چون رهبری کسی که بهش کارنامه رهبری نمیده، یک ممکن دیگه عملش و حرفش بی تأثیر باشه. ولی فعلا اینا به گمان من رهبران، هیچ تردیدی من تو این مسئله ندارم که این خانم یکی از رهبران جنبش زنانه و در سطح جهانی هم مطرحه، فقط در سطح ملی نیست. حالا اینکه یه رهبری یک حرکت مردانه ضد رهبری زنانه وجود داره، من نمی‌فهمم تو چه تاریخی تو کشور ما جامعه سنتی اصلا وجود داره.
ولی واقعیت اینه، این واقعیت رو در واقع تغییر نمیده که شخصی مثل ایشون رهبره. من شخصا موازی سیاسی ایشون رو خیلی باش آشنا نیستم، نمیدونم که الان امروز نسبت به مقوله گذار به جمهوری اسلامی چی میگه. اگر وقت اینو بحث کرد تو میتونیم باش وارد گفتگو بشیم یا بحث کنیم یا حتی دعوتش کنیم تو مهرستان ببینیم چی حرفش چیه، ولی این واقعیت رو تغییر نمیده که هشت فعلا جزء رهبرانه، یا آقای اسماعیلی نون جزء رهبرانه. ولی یه نکته رو بی‌دقت کردن دوستان، رهبر معنیش نیست که رهبر اشتباه نمیکنه، اون که اشتباه نمیکنه فقط امامانه، رهبر حتما اشتباه میکنه. مهم اینه که اگر رهبر خوبونه که وقتی اشتباه میکنه و پی برد به اشتباهش، اشتباهش رو آنالیز کنه و بگه من اشتباه کردم، چون این در خدمت جنبش قرار میگیره. اونایی که میگن موقعی پادره از 6 سال پیش تا 50 سال پیش داره یه حرف میزنن، اون آدم های پیشرفتی هم نمیکنن در واقع، چون نمیتونن پاسخ به مسائل مبرم جنبش مدرن امروز دنیا و جهان و ایران بدن. بنابراین اینا حتما رهبرانش تردید در این لحظه نیست که اینا رهبریت میکنن. خانم علی‌نژاد رو مسئله زنان رهبری داره، آقای اسماعیلی رو مسئله به خاطر شرایطی که برای خودش خانواده‌اش پیدا شده رو مسئله باس در واقع دادخواهی داره. این بحث روشنیه. شازده رضا پهلوی یه رهبری خیلی وسیع‌تری داره به خاطر گفتیم هم گذشته خانواده‌اش و مادرش، پدرش، پدر بزرگش، خدماتی که به مردم ایران کردن و هم عقلانیت دموکراتیکی خودش داره. اینا همه دست به دست هم داده بعضیش رهبر خیلی نسبتا گندهی درست کرده. حالا اینکه در آینده اشتباه بکنه نکنه خب بحث دیگه یه، حتما شانسش هست که بکنه. این احتمال هم داره که یک آدم های دورورش آدم های عاقلی باشن و اگه بخواد اشتباه کنه بهش تذکر بدن. این همه واقعیات دنیای امروزه. مرسی جناب مفخمی. افناین زدیم، بفرمایید. یک با درود به دوستان و دانشور، یه اشاره کردی که رهبران طبیعی امامان هندی، من منظور شما نفهمیدم، یه چیزی گفتین لطفا توضیح بیشتری بدید. من به طنز گفتم رهبرانی که اشتباه نمی کنن امامانن، یعنی متوجه شدم تفکر مذهبی اماما اشتباه نمی کنن. در واقع من به صورت طنز گفتم. بله متوجه شدم، اعتقادم به این موضوع نبود. مرسی. آقای آزادنیا وقت گرفته، بفهم. مجید آزادنیا. با عرض سلام، خیلی ممنون از سخنان آقای دانشور. شما در مورد رهبری صحبت کردین، من اتفاقا یک متن رو چند روز پیش توی کتاب میخوندم، میخواستم این یک جمله بود از اسلاو هاول، یکی از رهبران جنبش انقلاب چکسلواکی، که میگه به هیچ وجه سیاست در حیطه سیاستمداران نمیتواند بماند. یک بخکار ساده، این دقیقاً جمله که ایشون گفته، یک بخکار ساده وقتی نیت ساده دارد و آرمانی دارد و ترس به دل نمیگیرد میتواند بر تاریخ بیشتر تاثیر بگذارد. بنابراین صحبتی که ایشون کرده، ما میبینیم مثلا زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک فرد کمدین بودش و الان جز یکی از رهبران بزرگ تاریخ اوکراین در اومده. 100% اگر به نظر من اگر یک فرد سیاستمدار در اوکراین میشد رئیس جمهور، همون روز اول که آمریکا ازش بهش پیام فرستاد که هواپیما بفرستم اونجا و برگردی بیا به آمریکا، مثل اشرف غنی این کار انجام میداد. ولی این فرد کمدین قبول نکرد و ایستادگی کرد، چون که دموکراسی در اروپا رو به خطر انداخته بود حمله روسیه، و الان اروپایی ها میفهمن که این مرد چقدر سیاستمدار، در صورتی که اول یک کمدین بوده. حالا بعد میگیم داخل ایران خودمون، ما ببینیم داخل ایران خودمون خیلی سیاستمداران هستن، ولی میبینیم کسی که الان ترس کنار گذاشته و نیت هم داره برای آزادی مردم ایران، نمونش مثلا همین خانم مسیح علی‌نژاد یا حامد اسماعیلیون، اینا خب کسایی هستن که به قول شما اومدن از مردم خواستن برای راهپیمایی. میبینیم برای
حامد اسماعیلیون 100 هزار نفر اومدن در تمام در برلین شرکت کردن. خب یکی از این رهبران سیاسی که سالها دارن مبارزه میکنن نیامده، نتونستن این همه جمعیت رو فراخوان بدن. بنابراین این میشه واقعا به همینطور که شما گفتی میشه جزء یک رهبران. ولی اشکال کار در اینه که کسانی که تا دیروز ادعای سیاست میکردن، مبارز بودن و واقعا مبارز بودن، هنوز دست و پا میزنن در اون افکار قدیمی خودشون. یعنی میگن یک فردی که میخواد رهبر بشه باز سابقه مبارزاتی داشته باشه، عضو یک حزبی باشه. و الان شروع کردن به حمله به ایشون که چرا مثلا تو تا مثلا چند سال پیش سیاسی نبودی که خانوادت میرفتن ایران میامدن، حالا چون که کشته شدن تو داد دادخواهی برداشتی. متاسف باید کرد، متاسف باید شد از این افراد. بنابراین میدونیم که میبینیم که این انقلاب ما که همون زن زندگی آزادیه، این خیلی جلوتر جوانهای ما دارن پیش میبرن از سیاستمداران قدیمی ما. و متاسفانه میبینیم به مثلا اینجور افرادی که دارن تأثیر میذارن در کشورهای خارجی، شما نگاه کنید مثلا مسیح نژاد در پارلمان‌های اروپا با سخنرانی‌هایی که میکنه چقدر نظر این افراد رو جلب کرده به اوضاع ایران، یا خانم دریا صفایی در پارلمان بلژیک. اینا واقعا رهبر هستن و اگر این افراد نبودن شاید این طور که الان انقلاب مردم ایران، جنبش زنان در کشورهای خارجی، در پارلمان‌های اروپایی و آمریکایی شناخته شده نمی بود. بنابراین باید واقعا به اینجور افراد احترام گذاشت و اینقدر، و اگر کسانی دیگه هم هستن که کار دستشون برمیاد به جایی که چوب لای چرخ بزنن، به نظر من از فعالیتی که این افراد میکنن حمایت میکنن. خیلی ممنون. مرسی از شما. آیدان شما واکنش دارید؟ بله خیلی ممنون. به نظر من بحث درستی آمجید گفت. ببینه من را یه نکته فقط من اضافه کنم، به این بحث. اگر اوضاع طوری تو ایران بشه به چرخه که در زندان آقا بشه، ما مواجه خواهیم شد با ده ها رهبری که امروز بالقوه رهبرن و اون روز بالفعل رهبر خواهند بود. خانم سپهری خانم محجبه است، الان هم زندانه. این اگه بیاد بیرون تردید نکنیم که پشتش صدها هزار آدم را خواهد افتاد. یا خانم نرگس محمدی، یا خانم ستوده، یا آقای نوریزاد، افراد زیادی هستن که توی زندان هستن که اینا بالقوه رهبرن و اگر فضا مساعد بشه اینا میتونن. و طبیعی هم هست، برای یک جامعه، ما کشور بزرگی داریم با یک جامعه وسیعی داریم، با جمعیت نسبتا زیادیم، با افکار متفاوت مختلف داریم، سلیقه‌های سیاسی مختلف داریم. بنابراین هیچ عجیب نیست که ما در آینده نزدیک اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه که امیدواریم اتفاق بیفته، با طیف وسیع از رهبران با ایده های کاملا متفاوت تو سیاست و سلیقه های متفاوت تو سیاست برخوردار بشیم. اما این مسئله خانم علی‌نژاد، من خیلی شون رو نمی‌شناسم، این تازگی‌ها آشنا شدم، ولی یعنی یه دو سال آشنا شدم، ولی میدونم که وقتی که مخالفت هایی که با ایشون میشه خوندم که ببینم واقعا مخالفت ها سر چیه، دیدم به نظر من دو تا عامل بیشتر نبود. یک عاملش این بود حسادت بود که متأسفانه این بخشی از خصلت های جامعه عقب مونده، حتی روشن فکرش هم هست. یکی هم در واقع کم مقدار دیدن زنانه. چطور بشه زنی که مثلا خانومی که یهو مثلا دعاتی بوده در از چند سال فلان اله شده بلشت و با اصلاح طلبا بوده و خبرنگار بوده، اومده یهو چنین مقبولیت وسیع پیدا کرده. و کسی که مثلا فرض کن تا رو 10 تا گروه سیاسی تشکیل ده، همش هم با ناکامی تو هم شده و خودشو عقل کل دنیا میدونه این کار نتونسته بکنه. خب اینا هم هست دیگه، توش واقعیت اینه. و این هر این مثال زنسکی مثال خیلی خوبی بود، کمدینه و امروز شده یکی از رهبران بزرگ جنگنده در راه دموکراسی. امروز صحبت که میکنه از تو اتاقش میکنه، میبینید توی با تلویزیون های بزرگ توی پارلمان های دنیا عکس میزنن و به اعتراض بلند میشن و کف میزنن براش. هیچ
کارنامه رهبری به کسی نمیدن، رهبری به دست میاد در زمینه، در زندگی واقعی به دست میاد، در مبارزه به دست میاد. خیلی ممنون. خانم قیاسفند بفرمایید. سپاسگزارم. محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشته من فکر میکنم در تعریف رهبر سیاسی باید به این نکته توجه کنیم که رهبر مستقر در یک کشور مثل زلنسکی در اوکراین با رهبری که در فاصله است و با قدرت در اپوزیسیون مبارزه میکند فرق دارد. خواهش میکنم آقای دانشور بفرمایند که آیا این تفاوت گذاری درست است؟ خیلی ممنون. مرسی از شما. ببینید درسته، ببینید رهبری که در قدرت مستقر شده قطعا خب مستقر شده دیگه، یک اهداف دیگه ای آره داره، یک کارهای دیگه ای، یک پاسخ به یک مسائل دیگه ای باید بده. تا یک کسی که رهبری یه جنبش رو میخواد به عهده بگیره یا بخشی از جنبش رو به عهده بگیره قطعا متفاوته. شما در یک کار معمولی زندگی روزمره به رهبری احتیاج دارید. شما یه مدرسه رو که اداره کنی رهبری احتیاج داری، پردیدتونش. یعنی اگر ما رهبری به شکل خیلی عامش، یعنی به مفهوم ساماندهی، برنامه‌ریزی و اجرای یک اندیشه برای پیشبرد یک هدف بگیریم، رهبری در زمینهای بسیار بسیار متنوعی وجود داره، تردید توی این مسئله نیست. ولی ما اینجا به طور خاص تو رهبری جنبش مورد نیاز جنبش سیاسی موجود امروز داریم صحبت میکنیم. این کاملا درست، این تفاوت حتما هست. مرسی. جناب نارمکی بفرمایید. خیلی ممنون. با درود به همه مخاطبان و دوستان، من خیلی اولا تشکر میکنم از جناب دانشور به خاطر این صحبت‌های ناب و خیلی خوب متمرکزی که انجام دادن، چون الان جنبش به این نوع صحبت‌ها هم از جمله خیلی نیازمنده، یعنی اینکه کاملا بدون چه اتفاقی افتاده و تو این چارچوبی که الان بحث شد چه اتفاقهایی میتونه بیفته و افق دیدی داشته باشه، و این همون قسمتیه که خیلی لازمه در کنار کارهای میدانی، در کنار ادامه خیزش انقلابی که اتفاق میفته حتما به این موارد خیلی فکر بشه توسط همه. من اینجا میشناسینم هیچ وقت مدت خاص خاص عام نمی کنم، بلکه توسط همه ما مردم از هر صنف و سنخی که هستیم اینو بحثا مورد توجه قرار بگیره و به جزئیاتش همه دقت بکنیم، چون منافع هممون در اون هست. من مجددا از جناب دانشور تشکر میکنم. اما خب حالا توضیحاتی من خودم دارم، در نقد ایشون نیست، بلکه در توضیح بیشتر از اتفاقیه که با فهم من، با بضاعت از فهم خودم توضیح بدم که این مقدار تفاوت ها چی بوده و چرا یه مقاومت های شاید در مقابل اتفاقاتی که داره میفته پیشا پیش صورت میگیره. مثلا مثل اینکه یه عده خیلی ناراحتن چرا ما الان رهبر نداریم، اگر رهبر معین و مشخصی داشتیم خیلی فرق میکرد. و شاید هم اینطوره، هر چیزی یه عیوبی داره یه حسنهایی داره. من فقط یه مقدار میخوام توضیح بدم. هر جان که جناب عباس‌آقای دانشور احساس که چون ممکنه یه مقدار طولانی بشه در چند نوبتی من انجام بدم، هر وقت که من کفایت کرد زمان برام من توضیح بدید، من صحبت رو تو مقطع جنبندی میکنم بعد ادامه میدم. ببینید یه اتفاقی افتاد که شما اینو زیاد شنیدید. اول من یک چیزی چون اینجا یادداشت کردم ببخشید، پاسخ کوتاهی دارم به اون دوستی که گفت خانم گوگوش هم ممکنه خیلی فالوور یا طرفدار داشته باشه. آیا اون رهبره؟ بله بله، خانم گوگوش، آقای مهدی، آقای علی کریمی، آقای دایی و هر کس دیگه، هر طرف فرد گمنامی اگر تونست هزاران نفر رو بنا به دلیلی در پوزیشن سیاسی و این نوع موارد دعوت بکنه و تأثیر گذار باشه، حتما رهبر، نه خانم گوگوش، هر کسی دیگه که تو این هیته بتونه مردم رو فرا بخونه و موفق هم باشه. برمیگردم به صحبتم. یه اتفاقی که ما زیاد میشنویم در مورد عبارتی به نام خرد جمعی، من اینو یه مقدار میخوام اینو توضیح بدم اگر کمک بکنه به صحبت‌های آقای دانشور. ببینید اولا یه اشتباه نشه، خرد جمعی کثرت آرا نیست. کثرت آرا بحث دیگه ای، مثل اون اشتباهی که وقتایی در باب تفاوت گفتگو گفتمان اتفاق میفته که گفتمان گفتگو نیست. خرد جمعی، من مثال میزنم، اون زمانی که ما مردم
بخشی از ما مردم. به این میرسیم که در یک نظام دارای دموکراسی آزادی، در یک نظام متمدن اعدام رو باید حذف کرد، باید از اعدام پرهیز کرد و اساسا کلمه‌ای به نام سرکوب، چنین کلمه‌ای دیگه نباید تکرار بشه در یک نظامی که دارای آزادی هست. این میشون خرد جمعی. یعنی حالا بشر، حالا نوع من و شما به یه چنین پیشرفتی رسیده، اصلا مهم نیست که چند نفر به این رأی بدن یا ندن، چه تعدادی دارن به این رأی میدن، این تبدیل میشه به نماد آخرین پیشرفت ها. همچنان که وقتی بشر میره کره ماه رو فتح میکنه، میره در عرصه فیزیک، شیمی، هر چیزی پیشرفت های عجیبی میکنه، نمیان بگن خب این که مال همه ما نیست، یک گروه کوچیکی تونستن برن، اولا چند نفر انگوش شما رفتن به فضا و اون کسایی هم که اینا رو فرستادن در نهایت نهایت یک سازمان خاصیه از یک دولت به خصوصی. کجا همه بشر چنین کرده؟ نه، اون پیشرفت رو عنوان نوک پیشرفت های مخما بشریت داریم اطلاق میکنیم. در نتیجه خرد جمعی هم آخرین دستاوردهاییه که به عقل سلیم رسیده که میشه چنین رفتاری کرد به جای فلان رفتاری که تا قبل ما انجام میدادیم. حالا یه مشکلی برخورده بودیم که بعد با جمهور اسلامی مبارزه کرد. خب چجوری باید کرد؟ اون چیزی که ما بلد بودیم این بود که بعد سازمان درست کرد، این سازمان خیلی جدی باید کار تشکیلاتی انجام بده، برای تامین بودجش باید فکر کرد، ترجیحاً معمولا تو همه جای دنیا باید کنار مرزها باشه که بتونه ترددهای خارج مرزی داشته باشه، چه بهتر اگر بتونه دولتی هم پیدا کنه که بنا به هر دلیلی به خاطر منافع خودش با ما همسویی پیدا بکنه و از ما یا حمایت بکنه یا حداقل حضور نیروهای سازمانی ما رو در مرزهای مشترک ندید بگیره، مزاحم ما حداقل نشه. این شکلی بود که از جنگ جهانی دوم به بعد، من باز همیشه به قبل دیگه نمیرم، از 1945 به حالا همیشه دیده میشد که سه روش به کار میرفت. این روش ها در سرلوحش برای رژیم چنج، ما فرض میگیم که همه متفقیم که رژیم چنج در ایران امروز خیلی ضروریه، جدا از هر نوع ماهیت سیاسی که اینها داشتن، سه روش به کار میرفت که این یکی از اون روش هایی بود که یک ارتش آزاد درست کرد، این در مرزها باشه و میشه حد زد که من چه خطی رو الان دارم بهش اشاره میکنم. این در ایران اتفاق انجام شدنی نبود، ما توسط دولت‌های محاصره شدیم از نظر سیاسی که اینا همسو با جمهوری اسلامی یا بودن یا ازش میترسن. حتی امروز ما اون بخش کردستان هم مردم کرد ما هستن که دارن کار خودشون رو انجام میدن. اثبات شده که بارها و بارها اقلیم کردستان حساب میبره سپاه پاسداران و اصلا چنین شهامتی رو نداره که بخواد به مخالفان نظام جمهوری اسلامی پایگاه بده، حمایت بکنه. حتی اینایی که حسب سنت سابق هم در اونجا بودن، همه ما مطلع هستیم که تحت فشار قرار دارن توسط اونجا. در نتیجه ما این امکان رو نداشتیم به شکل ارگانایز شده سازمانی بخوایم یک جنبش های سازمانی را بندازیم، نتونست، به هر حال نشد به هر دلیلی. سیستم، من وارد ایناش نمیخوام بشم چون وقتم گرفته میشه، که چرا تونست در یک کلام سرکوب کرد، سازمان ها رو ساقط کرد، تشکل هر نوع تشکلی رو اساسا به دلایل متعدد ساقط کرد و اجازه کار تشکیلاتی نه تنها نداد، من اموزه خودمون حرف بزنیم، ما نتونستیم کار حزبی و تشکیلاتی موفقی بکنیم برای به چالش کشیدن نظام موجود. میمونه رهبرهای شخصی و فردی که ظهور پیدا بکنن و اینها بتونن یک کارهایی بکنن. به شدت حکومت مواظب این اتفاق بود، یعنی انقدر تو این زمینه از خودش هوش و فراستی نشون میداد که خیلی وقتا دلایلش حتی پیچیده به نظر میومد. مثلا یک هنرپیشه، یک خواننده، یک حتی مداح، این دستور تو دستور کارشون بود، وقتی که میدیدن داره معروف میشه، اصلا اون مداح به این فکر نبود که یه روزی مثلا در مقابل علی خامنه بخواد بیسته، حتی به ذهنش هم خطور نمیکرد. اما اینا با اون تجربه‌ای که داشتن، معروفیت رو معطوف میکردن به قول خودشون بیعت با آقاشون. خب در نتیجه حتی یه مداح بماند از ورزشکار مستقل و هنرمند و غیره، اگر مشهور میشد بلا واسطه یقش رو میگرفتن، مزاحمش میشدن و سریعا میخواستن ازش که حتما کارهایی بکنه که نشون بده این معروفیت و مشهوریت ذیل
سیستم داره اتفاق میفته، نظام اتفاق میفته، برای اینکه بعدها به قول خودشون نتونه زاویه بگیره و این مشهوریت این بتونه کمک بکنه به خلق شدن یه پدیده شبه رهبری یا رهبری. در نتیجه افراد که در داخل کشور بودن چون در دسترس به ویژه سپاه قرار می گرفتن همیشه رصد می شدن و در صورت کوچکترین حالتی که بخواد از اینها رهبرسازی اتفاق بیفته یا این ظرفیت رو در خودش داشته باشه اینها رو کنترل و مدیریت می کردن با تهدید با تطمیع و اگر نمی شدن نقابل به تهدید و تطمیع بودن حذفشون می کردن، به قتلشون می رسوندن یا بهشون فشار می آوردن تا اینا از کشور خارج بشن و بعد به شکل دیگه اینها رو خونسا بکنن. در نتیجه این پروژه که از داخل کشور یک رهبری پیدا بشه اثبات شد که در تمام این سالها این مقدور بقول چیز مقدور نمی باشه. در خارج کشور هم اینا آمادگی رو اینا ایجاد کردن. اون چیزی که امروز ما بهشون میگیم سایبری در واقع یک اپوزیسیون فیک، یک شکل متقلبانه ای از مخالف تراشی هم اونجا اتفاق میافتاد و به خاطر اشتباهاتی که در میون مخالفین هم واقعا وجود داشت، اینکه مخالفین خیلی وقت و هدف رو گم میکردن و بیش از این که معمولا هم اینطوره وقتی که یه مبارزه شکست میخوره همه یقیه همدیگر رو میگیرن و سعی میکنن با هم متاسفانه درگیر میشن تا برگشتن و تمرکز خیلی سریع روی دشمن واحدشون. چون اینها این اختلافات رو داشتن سیستم خیلی راحت بود براش عوامل خودش رو در پوزیشن های اینا قرار میداد، یکی باید بشه مصدقی یکی باید بشه پهلوی، هر کی در این قالب ها شروع کنن کار کردن. حالا اینو چرا انجام میدادن؟ زیاد اون زمان به نظر مهم نمی اومد این دعواها، به همین دلیل خیلی ها این گول رو می خوردن که این دعواها بیش از اینی که شما هی داری میگی توت است واقعیت داره، چون زمینش هست. ما می گفتیم بخشش واقعیت داره ولی بخش زیادیش نه. از همین الان اینا مواظبن که یه دونه از اون مصدقی ها، یه دونه از اون طرفداران پهلوی، یه دونه یه چپی، هر چی هر نوعی از یه حدی بیشتر بالا نیاد، به معنی که خواست نفوذی پیدا کنه. من دیگه الان دارم حتی خارج کشور صحبت میکنم، بلا فاصله در قالب یکی از این پوزیشن ها بهش حمله کنن. این واقعیت هم وجود داشت که نیروهای مخالف حکومت خیلی بلد نبودن فرا هویتی کار بکنن. یعنی اکثر اشخاص رو اگر شما لیست بکنید، افراد معروف رو، اکثرشون رو، نه همشون رو، تقریبا نزدیک به مطلقشون، اینا یک هویتی ازشون هست. یعنی یا خودش رو منتسب مثلا به جنبش چپ میدونسته یا مصدق میدونسته یا پادشاه میدونسته، یک هویت به خودش میداده یا قومیت میداده. در نتیجه بلافاصله اون هر هویتی که بده، من سپاهی نوعی میتونم هویت متضادش رو هم خلق بکنم هم خیلی خوب طراحی بکنم و بهش حمله بکنم و اینو خونساش بکنم پیش از این که بتونه تکونی بخوره. و این اتفاق، این پروژه همیشه آماده بود، مثل تلویزیون ها که آماده است برای روشن شدن یه چراغ قرمز داره، این همیشه آماده بود، حالا هر وقت لازم بود فعال میشد. شما وقتی میای میگی من سیاسی ام و میخوای حرفی بزنی، بعد برن سری گذشته تو در برن به کدوم این نهله ها، حالا اگر بخوری به هیچ کدوم از اینا نخوری، اون وقت دستت بندازن، اون وقت مسخره‌ات بکنن، اون وقت جدی نگیرنت. و اتفاقا یکی از نگاه ها بود که فلانی که نه چپی بوده نه پادشاهی بود، که یک موردش آقای دانشور اشاره کرد مثلا در مورد اون خانوم، که این اصلا کسی نبوده و بیخود میکنه که بخواد حرف بزنه، به هر شکل ساقط کردن به شکل تبلیغاتی. اما خب یه واقعیتیه در خارج کشور افراد رو به راحتی نمیشه نظر فیزیکی تهدید یا تطمیع مورد حمله قرار داد، پس اونجا همیشه ممکنه این اتفاق بیفته. این ظرفیت رو داره که بتونه یک ستاد، اگر هم نگیم رهبری، یک ستاد راهبری درست بشه و این ستاد راهبری مسئول از حمله فیزیکی حکومت بتونه کارهایی رو انجام بده که در داخل کشور امکان اون وجود نداره. این هست بخشی از این که چرا به وجود نتونست بیاد، جدا از اون چی که من توضیح دادم، مربوط به کهنه فکر کردن خود عناصر فعال سیاسی بود که اینا در یه قالبایی بلد بودن این نکارها رو، که این قالبها حتی در زمانی که کسی هم بهشون حمله نبود که حمله بکنه، با هم که جمع می شدن به خاطر اون قالبایی که عرض کردم، باز الان توضیحش موضوع بحث من نیست، نمیتونستن به توافق برسن، اون قالب ها اجازه نمیداد به جای اینکه از اینا گروه های بزرگی به وجود بره، اتفاقا هر بار باعث انحلال طلبی در میون اینها میشد و فروپاشی میکرد اون ساختارهای در نطفه شکل گرفتن. اینجا بود که یه اتفاق جدیدی افتاد در
داخل. این از اتفاقا من میخوام برش گردونم به سال 76، همون واکنشی که مردم برخلاف هم احتمالات هم محاسبات حکومت، هم اصلاح طلبش، هم اصولگراش و حتی مخالفان خارج حکومت انجام دادن، از یه جایی به بعد یه چیزی تو مردم مشاهده شد، یه چیز جدیدی بود که مردم دست به یه کارهایی میزنن که این کارها هرچی ما مطالعه میکنیم، ما همه ما میتونیم باشیم، یعنی ما سپاه تا ما مخالف حکومت، اتاق فکر نداره، ستاد نداره، آدم های معینی که یه اینجوری میکنن دستور میدن بعد مردم خطو میگیرن نداره، ولی چطوری انقدر با هم همسو عمل میکنن. این جریان یک جرقش در 76 در لجاجت و لجبازی با علی خامنه‌ای بود که خیلی روشن سریع نشون داد که من به طور غیر مستقیم ولی سریع خطو داد که نظر من به نظر آقای ناطق نزدیکه، اما مردم رفتن به محمد خاتمی به گونه‌ای رأی دادن که او و تشکیلات و کسانی که پشتش بودن اصلا همچین پیشبینی نکرده بودن. بعدا من کار ندارم، این بحث من نیست که نمیدونم چه سوء استفاده‌ای کرده. آقای نارمکه خیلی عذر میخوام، شما 14 دقیقه صحبت کردید، ممکنه جمعش اینجا رو من جمع میزنم در نوبت دیگه ادامه میدم. از اینجا طبعا به جای درستی رسیدیم آقای دانشور که گفتید من قطع کنم. از اینجا یک حرکتی مشاهده شد که بدون داشتن ستاد راهبری، بدون داشتن اتاق فکر، تصمیمی میگیره، تصمیم رو خیلی دقیق و متمرکز انجام میده و اتفاقا خیلی هدفمنده. این در سال 88 بیشتر خودش رو نشون داد که من توضیحش رو بعد میدم، و امروز اتفاقا از ابتدای این خیزش انقلابی به نحو احسن کار خودش رو تا این لحظه که من در خدمت شما هستم انجام داده. البته میتونه 100% عیب هایی داشته باشه در کنار حسن بزرگی که داشته. من ادامه این رو در نوبت دیگه خواهم گفت که این پدیده چه نوع پدیده ای بود که خارج از اون نرم کلاسیک شناخته شده به وجود اومد و فعالان سیاسی هم با دیدنش خود گیج میشدن و زیاد نظر یا واکنشی در مقابلش نمیتونستن داشته باشن. متشکرم. خیلی ممنون آقای دانشور. من چند نکته فقط می‌خواستم، یکی دو تا نکته می‌خواستم بگم، به اضافه کنم به حرفای آقای نارمکی. خب ببینید، من می‌خوام بگم که اتفاقی توی ایران افتاد نشون داد در واقع، قبلش هم در واقع تا حدودش توی جای دیگه هم افتاده بود ولی به این وسعت نه، نشون داد که دنیای سیاست دیگه عوض شده، دیگه اون دنیای کلاسیک، نگرش‌های کلاسیک به قدرت هم عوض شده. اصلا اینه که به نظر من ایرانیایی که خواهان خدمت به جنبش هستن باید این سریعا درک کنن و برن دنبالش، ببینن داستان از چه قراره، یعنی شناخت واقعی جنبش. ببینید، اشاره شد به رهبری های گروه سیاسی در دهه 60. من اینو چون خودم شخصا این تجربه کردم میگم، چرا رهبران سیاسی گروه های مختلف، میگم 40 تا 50 تا گروه بودن، تبدیل به رهبران واقعی نشدن تو دهه 60 و تشکیلات سیاسیشون همه از هم فرو پاشید و هیچ خدمتی در واقع نتونستن بکنن به جنبش سیاسی ایران و به مردم ایران؟ علت چی بود که اینا به گمان من در تقریبا همشون اسیر ایدئولوژی بودن، که زندانی ایدئولوژی بودن که بهش معتقد بودن و این ایدئولوژی اجازه نمیدادن واقعیات جامعه رو اونجوری که هست ببینن. در واقع اینا تلاششون بود که برعکس واقعیات رو سر تاش بشکنن و بکنن تو ایدئولوژی، بنابراین پاسخ نمیداد، بنابراین میدی که هیچ اتفاق نمیفتاد، ایده های بسیار مختلف وجود همه شکست خورد. در خارج کشور 40 خورده ای سال شما نگاه کنید که خب حالا تا حدود زیادی رهبران همون رهبرا بودن، با همون ایده ها بودن، ولی خب به میزان زیادی با آشنایی با تفکر غرب، با آشنایی با زندگی در جامعه دموکراتیک، اینا خیلیشون تغییر کردن. هیچ تردید تو این موضوع نیست، خیلی از ما عوض شدیم. خود من که یه موقع مارکسیست بودم، در نم فرصات بشن نیست از اون مارکسیست، من از من چیز قدیمی و از عقب افتادیه و امروز پاسخ به مسائل مدرن جهان امروز نمیده. این واقعیته. ولی از طرف دیگه شاید این جنبش موجود در ایران لازم بود که تلنگره به ذهنیت روشنفکرای ایرانی بخوره و ما اینو میبینیم خورده در واقع. یعنی در واقع الان میبینید خیلی از این جریاناتی که چند سال پیش مبارزه برای
برای استقرار هژمونی خود بر جنبش یا بر دیگران داشتن الان عقب کشیدن. الان نه حرفا نیست، حتی کسایی که تئوریهای مربوط دادن قومیت گرایی نمیدونم فلان نمیدونم اگر فدرالیسم نباشد ما نیستیم، این همه عوض شده. الان میگیم رهبراش میگن جلو تلویزیون میشینن و میگن به درستی میگن این بحثا مال بعده، مال زمانیه که ما وارد جامعه مدنی که توش دولت دموکراتیک هست شده اونجا بحث میکنیم، اگر تونستیم دیگران رو قانع کنیم خب قبول، اگر نتونستی هم این اینا بحثه خیلی درستی الان اینا میکنن. حالا من نمیدونم اینا واقعا از تای دل این کار میکنن یا مجبور شدن، هیچ فرق نمیکنه، ولی چون یک عامل اساسی وجود داره برای تغییر موضع و اون عامل اساسی واقعیت موجود جنبش ایرانه. این جنبش رو باید بهش خوب توجه کرد و باید خوب شناختش. یک جنبش کاملا جدیدیه، یک جنبش مدرن، نتیجه در واقع مدرن شدن اسباب ارتباطیه. یا جوانای ایرانی دیگه مثل جوانای دوره ما نیستن که ما یه وقتی من دانشجو بودم یاده برای که کتاب بخونم باید با هزار کلک و دوز و کلک مخفیانه کتاب میکنم که الان نگاه میکنم میگم چیز مزخرفی بوده من اینو میخوندم تو چیز مخفی چیز ارزشی بوده. امروز حرفا نیست، امروز آخرین اندیشه های فکری تو زمینه ادبیات، تو زمینه هنر، تو زمینه سیاست در دسترس جووناست و میخونن و بلدن. یعنی اتفاقی نیست که جوونا تو صحنه مبارزه تو ایران خودشون رو فراحزبی، فراگروهی، فرا ایدئولوژی نشون میدن و یک همبستگی ملی به وجود آوردن. این عجیب بود که در زاهدان مردم بگن جانم فدای ایرانی، برای ما یک خارج کشور بودیم عجیب بود، تصور غلط داشتیم که اینا همه تجدید میره طرف تجدید طلب ها، اصلا این حرفا نیست. یعنی ما باید این یک بازنگری بکنیم و در نگاهمون به اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. ممنون از شما. از بیرون خانم قیاسمند بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید یک لحظه، پیام خیلی زیاد هست هم الان هم در ابتدای نشست. در ابتدای نشست آقای سعید دیلمقانی از منچستر نوشتن: من فکر میکنم آقای دانشور با طرد دموکراتیک بودن خواستهای مبارزان ایران ماهیت مردمی آن را لوس میکنند. بیان اینکه دموکراسی در رابطه مستقیم با صندوق رای حاصل میشود و از طریق آن نفی سالاری مردم خطایی است که اگر به ماهیت واقعی سخن گوینده دقت نشود نوعی برخورد منفی را به ذهن متبادر میکند. خواست مردم تا رسیدن به صندوق رای باید از طریق تظاهرات به گوش جهانیان برسد. مفهوم باشه نوشته. والا من حقیقتش اگه خوب فهمیده باشم خیلی خوب متوجه نشدم راستش بخوام چی گفتیشون، ولی شو گفتن که ماهیت مردمی، وقتی ما صحبت دموکراسی میکنیم ماهیت مردمی حرکت مردم رو لوس میکنیم. من واقعا نفهمیدم برای چی ماهیت مردمی رو. اولا ماهیت مردمی یعنی چی؟ این باید روشن بشه این ترم معنیش چیه نظر ایشون، و شان لوس شدنش به چه دلیله. یعنی اگه ما بگیم که مردم ایران، جوانای ایران، زنای ایران خواهان آزادی هن، خواهان دموکراسی هن، خواهان حقوق اجرای حقوق بشرن، ماهیت مردمیش لوس شده. من متوجه نیستم واقعا، اگر شما متوجه شدین برای ترجمه کنین صحبتشون من شاید بتونم نظرم بدم. خیلی ممنون. من خودم وقت گرفتم، صحبت شد از نسلی که الان به پا خواسته و حتی همین لحظه که ما اینجا نشستیم حضور داره تو خیابونا. ویژگی بسیار جالبی داره این نسل. اولا که قدرت طلب نیستن، تحقیر رو نمیپذیرن، ریاکار نیستن. یک مثالی بزنم، این یه دی موقعی که آقای حالو اینجا مهمان ما بودن صحبت جالبی کردن. گفت خب تو نظام آباد اگر کسی فوش میده به نفرتش با فوش فحاشی به حاکمین و به دیکتاتور میده اون اشکالی نداره. من حتی بیشتر از این میخوام بگم چون این نسل فعلی ریاکار نیست و این فحاشی ها رو پنهانی تو خونه ها تو پستوها شنیدن، ولی تو خیابون کسی همونایی که این فوش ها رو میدن جرأت نمیکردن. این نسل چون ترس نمیشناسه و ریاکار نیست تو خیابون میاد فحاشی میکنه، ترس رو نمیشناسه.
ایدولوژی خاصی نداره، هوشمندی در تمام حرکتاشون وجود داره، پیگیر تو مبارزش، بسیار پیگیر هست، نه اصلاح طلبه نه چیز خاصی رو داره، میخواد از این رژیم گذر کنه، میخواد این رژیم رو بندازه بره کنار. حتی بازجوهای حرفه‌ای جمهوری اسلامی رو گیج کردن، اینا نمیتونن از پس اینا بر بیان و راهشون هم به نظر من راه برگشت پذیری نیست و ادامه داره. این چون اشاره کردین شما به این نسل و تفاوتاشون، ولی پرسش من در حقیقت برمیگرده به اول سخنان اول شما. در صحبتات شما گفتی اشاره داشته به بخشی از قانون، بخشی از قانون اساسی اشاره داشته و نه به تمام اون، علت اون چیه؟ خیلی ممنون میشم به پاسخ. بکنم با یه بار دیگه این بحث رو کرده باشیم، اگر یادم نیست حالا اینجا کردیم یا جای دیگه. ببینید یک چیز مسلمه و اون اینه که برای که ما به دموکراسی برسیم قانون اساسی دموکراتیک احتیاج داریم، میشه کسی نمیتونه در واقع منکر این حقیقت بشه. اما قانون اساسی، ببینید قانون اساسی در اگر نگاه کنیم چیز خیلی عجیب غریبی نیست، در تمام کشورهای دموکراتیک وجود داره و میشه اصلا از روی استفاده کرد، میشه در واقع خیلی چیزاش رو یکیه، میشه اصلا کپی کرد و باید کرد. مثلا آزادی های فردی، آزادی اجتماعی، آزادی دین، آزادی عقیده، اینا همه یه چیزی تمام کشور دموکراتیک تو قانون اساسیشون هست، درسته؟ عدم تبعیض خودش یکی از پارامترهای اساسی، یکی از اجزای مهم قانون اساسی که هست، درسته؟ اما قانون اساسی در واقع بخش‌های مختلف داره، میگم کلی تقسیمش کنیم. یه بخشش برمیگرده به تنظیم یا دفاع از شهروندان در مقابل قدرت سیاسی، که همین مقوله آزادی هست، آزادی فردی، آزادی اجتماعات، آزادی سخن، اعتقاد، غیر و ذلک، اینا همشون مجموعاً برای اینه که از حقوق شهروندان در مقابل قدرت سیاسی حفاظت بشه، درسته؟ یه بخش از قانون اساسی برمیگرده به وظایف اساسی دولت در مقابل شهروندان، یعنی که مثلا هست تو قانون اساسی دنیا نگاه، یعنی دولت موظف برای شهروندان آموزش رو تا آموزش رایگان رو تا یک سنین معینی داشته باشه فراهم کنه، بهداشت باید فراهم کنه، باید برای سرپناه پیش بینی بکنه فراهم کنه، اینا وظایفیه که دولت در قبال شهروندان داره. به عبارت دیگر تا اینجا میتونیم بگیم بخش اول مربوط میشه به آزادی های منفی آدم ها، آزادی های حقوقی یا منفی آدم ها. بخش دوم مربوط میشه به آزادی های مثبت آدم، یعنی آزادی هایی که ضرورت داره باشه که آدم بتونه از آزادی منفیش بهره مند بشه، یعنی یه آدمی خونه نشسته باشه، مریض باشه، مدرسه نرفته باشه، خوندن نوشتن بلد نباشه، در واقع شما محرومش میکنین که از آزادی های منفیش استفاده کنه. بنابراین بخش دوم میشه آزادی های در خدمت آزادی مثبت شهروندان. یه بخش سومی هم داره قانون اساسی که اون برمیگرده به شکل اداره بوروکراسی، شکل اداره کشور، تقسیمات کشوری، مناسبات این بخش های مختلف کشور با یکدیگر و غیره، درسته؟ ما در دوره گذار به همه قوانین اساسی احتیاج نداریم و درست هم نیست این کار بکنیم. به بخشش احتیاج داریم. به کدوم بخش احتیاج داریم؟ به بخش اولش احتیاج داریم. چرا به بخش اول احتیاج داریم؟ برای که دولتی داریم غیر دموکراتیک، درسته؟ ولی این دولت غیر دموکراتیک کارهایی که میخواد بکنه، انجام بده تو جامعه، میخواد فرض فرمایید از امنیت مردم حفاظت کنه، این باید یک قانون چیزی بغلش بشه که بره این کارو بکنه. اگه بدون قانون نمیتونه یقه یه آدم رو تو خیابون مثلا بگه تو چرا اینو زدی کشتی یا تو چرا دزدی کردی، میگه به تو چه، درسته؟ خب این قوانین جهان شمول تو هر سیستم دموکراتیک باید باشه. بنابراین اگر اینو حقوقدانای ما این بخش از قانون رو کپی کنن یا گفتگو کنن خودشون بیارن یا حتی از حقوقدان قانوندان خارجی فرنگی استفاده کنن، هیچ ایرادی نداره، منتها باید مدون باشه که ابزار حرکت و عمل و منبع استناد دولت گذار برای اعمال حاکمیت کوتاهش، درسته؟
بخش های دوم و سوم قانون اساسی ضرورتاً الان لازم نیست. چرا؟ چون بخش ها باید مثلا فرض فهمین که تعیین این که دولت تا چه حد باید مثلا به بیخانمانان یا طبقه ضعیف اقتصادی کمک کنه یا غیر و زاده، این میتونه این در واقع تو رقابت های حزبی، هر حزبی برای اینا برنامه داره. خب تو رقابت های حزبی مردم به احزاب مورد علاقه رأی میدن و اینا میان توی پارلمان و بعدن هم توی دولت و بنابر اون اتکای اجتماعی که دارن اینا رو وارد قانون میکنن و اینا میتونه قانون اساسی هم وارد بشه، ایرادی نداره. یا فرض فهمید یه مثال دیگه است، یه مثالی که الان تو سیاسی ایران خیلی رایجه، دو تا نظر راجع به اداره کشور، درسته که الان تازه فهمیدن که اینا بحثا نباید کرد. اون دو تا نظر چیه؟ یه نظرش اداره متمرکز دموکراتیک کشوره که خب خود مثلا خود من متعلق به این گروه هم چون می کنم این نظر خوبیه برای که بخش‌های عقب مونده جامعه رو به سرعت برسونی به قسمت‌های پیشرفته، یعنی بلوچستان رو به سرعت بفرسی به شبیه تهرانش کنی مثلا، میگم اون که اون امکانات تو تهران هست و توی مثلا زابل نیست باید انجام بشه یا توی کردستان هست. یه نظر دیگه هم هست که اقوام احزاب به اصطلاح قومی میگن و اون یا ایرونیایی هستند که مثلا تو امریکا یا توی آلمان زندگی میکنن و از مواهب زندگی اونجا برخوردارن و فکر میکنن که شکل اداره فدرالی بهترین شکله. خب اینم ضد دموکراتیک نیست، میتونه باشه، هیچ ایرادی نداره، درسته؟ ولی این مستلزم بحث و گفتگو و پژوهشه. یعنی وقتی یکی میخواد بگه این خوبه اون بگه نه این خوبه، بگین که نیست، که باید برای مردم تو جامعه مدنی بحث بشه چرا این خوبه، اون یکی بگه چرا اون خوبه و بعد در نهایت این مردم هم که تصمیم میگیرن شکل اداره حکومت، شکل اداره کشور رو در واقع معین میکنن از طریق احزاب، از طریق بحث های جامعه مدنی هست، از طریق بحث های دانشگاهی، از طریق پژوهش های دانشگاهی و غیر دانشگاهی. خب بنابراین همه ضرورت اعتماد به شکل مناسب اداره کشور رو پیدا کنیم. این نمیتونیم الان این کار بکنیم، الان دعوا میشه، اصلا همبستگی ملی اصلا پاشته میشه. الان صحبت چی نباید بکنیم؟ برای که اصلا ما الان مجوزش هم نداریم این انتخاب رو بکنیم، درسته؟ پس توی قانون اساسی ما یه بخشش کافیه، اون بخشی که نیازهای دولت گذار برای اعمال حاکمیت موقت خودش. این رو دلیلش. خیلی ممنون خانم قیاسوند گرامی. لطفا از پیام هایی که در چارچوب بحث امشبون هست یکی لطف کنیم. بله، عرض کنم که آقای پوریا پیافرین در یوتیوب نوشتند به نظر من ایران و ایرانیان رو به 5 مبنای فکری میتوان تقسیم کرد. 1، ایرانگراها یا همون پانیرانیس ها که مرز و بوم سرزمینی برای آنها مهم است. 2، کسانی که ایران و فرهنگ اون براشون اولویت داره که مرز و بوم فرهنگی فراتر از مرزهای تعیین شده فعلی می باشد. افراد پادشاهی خواه می تونن تو این گروه قرار بگیرن. 3، ایران و منابع اون هستش که ملیگراها می تونن در رأس اون قرار بگیرن. 4، ایران و مردمان آن که چپها رو می شه درگیر اون کرد. 5، ایران و مذهب که هدایت اون می تونه به عهده نواندیشان دینی باشه. 5، ایران نیاز به 5 رهبر در رأس اون داره. اگه این 5 ایران رو بتوان دور یک میز با 5 شرح وظایف نشوند، میشه به آینده دموکراتیک ایران و گذار امیدوار بود. سپاسگزارم. خیلی ممنون. تقسیمات 5گانه بفهم آقای دانش. من فکر کنم آقای پوریا خب به حال یه ایده‌ای داره و ایده‌اش رو چون 5 چیز اعلام کرده و بر اساس ایده گفته ایران به احتیاج 5 نوع رهبر داره. ببینید به گمان من ایران احتیاج به هیچ کدوم از رهبران نداره، برای که هر کدوم از رهبران رو بیارید وسط میدون سیاست کار خراب میکنن و در تضاد و در تقابل و خواست جوانات توی ایرانه. در ایران، در داخل ایران، ایران گرایان نمود خیلی قوی ندارن. اینجا اونجا ممکنه یک چیزی بگن، شعار بگن، ولی شعار اساسی نیست. کسانی که فرهنگ برای اون اولویت داره،
پادشاهی خواهان. البته من نمیدونم مثلا در مورد خود شاهزاده رضا پهلوی فکر نمیکنم، برای شاهزاده رضا پهلوی عمده دموکراسیه نه چیز دیگر، چون شما تو دموکراسی که میتونی به فرهنگ برسی و فرهنگ رو شکوفا کنی، نه برعکس. شما اگه دموکراسی نداشته باشی هیچ کاری به فرهنگ نمیتونی، در نهایت یک چیزی رو باید حقنه کنی تو ذهن مردم به زور. ملی‌گرایان چپ ها، مذهبی نوینو اندیشان الهی، اینا همه وجود دارن، اینا همه توی بحثاشون تو جامعه مدنی میکنن. توی دموکراسی ما چه بخوایم چه نخوایم اینا وجود دارن، آدمای حسابی توشون هست، استاد دانشگاه هست، نمیدونم تاریخدان هست، همه چون پروفسور هست که یکی ممکنه ایرانگرا باشه، یکی چپ باشه، یکی مذهبی باشه، هیچ ایرادی هم نداره. اینا تو جامعه مدرن، تو جامعه دموکراتیک همه اینا حضور دارن، ولی اینا هیچ کدومش رهبری ندارن و نباید داشته باشن، برای که این در تناقض با سکولاریسم. بحث مفصلی که هفته پیش ما در راجع به سکولاریسم داشتیم همین بود دیگه. بحث اینه که ما باید جامعه سکولاریزه بشه. به چه معنی سکولاریزه شدن؟ در تمام زمینهای اقتصادی، اجتماعی، فلان اینا باید پوری انجام بشه کارا، اتفاقاتی باید بیفته که دولت‌های دموکراتیک که در قدرت میان درگیر این مسائل نشن. به عبارت دیگر فرهنگ، دین، مذهب، نوع اندیشی، همه این صحبتایی که میشه، نمیدونم ایدئولوژی کمونیستی، ایدئولوژی هر چی شما بذاری، اینا همه بیرون دولت وای میستن و اجازه شکل گیری به قدرت سیاسی ندارن. این اصلا این ویژگی سکولاریسم دیگه، بحث ما اینه. حالا شما ببینید که ما به 5 تا رهبر احتیاج داریم، خب این هم مشکلی که ما 40 سال داشتیم و جوونا اومدن بگن که اتفاقا اینا هیچ کدومش جایی در شکل‌گیری قدرت سیاسی ایران نباید داشته باشن. این بحث برای همین میگم، من تو بحث اولم گفتم شناخت خود جنبش اهمیت از جبل داره، یعنی کسی که حرفا میزنه یعنی گوش نکرده اینا جوونا چی میگن تو خیابون، نفهمیده خواست زنا چیه که در واقع، ولی هیچ کسی مخالف وجود این چیزا نیست. چطور که مخالف با چیزی مخالف نباشی، اینا حضور دارن تو جامعه. بحث ما در سکولاریسم و در دموکراسی که اینا میرن تو جامعه مدنی کارا کوچون میکنن، دولت اجازه اصلا نداره چه مسئله دخالت کنه، نه در آموزش پرورش، نه در اداره کشور، اینجا. این خیلی بحث ساده ای، شما به یک شهروند اروپایی بگی اینا براتون مثل آب خوردن بهت میگه، به مجردی که یک خطایی انجام بگیره میره تمام روزنامه‌نگار روزنامه‌ها جمع میشن آقا تو بیخود دخالت کردی، اجازه نشه تو این کار بکنی. این در خلاف با قوانین، در واقع قوانین اساسیه که مبتنی است بر سکولاریسم. مرسی، خیلی ممنون. برمیگردیم جناب نارمکی، نوبت گرفتیم، بفهم. خیلی ممنون، من ادامه میدم تو همون روند، با این ادامه میدم که صحبت من سعی میکنم مکمل صحبت های آقای دانشور باشیم. از صحبت های آقای دانشور خیلی استفاده میکنم در همون جایی که شون دارن میگن و ما این صحبت ها نیاز داریم. ببینید انتقاداتی که معمولا میشه که باید رهبر باشه رهبر نیست، یه بخشش اینجا در میاد که این نگاه هنوز متوجه نشده. رهبر هست، الان وجود داره، داره کار میکنه، ولی حتما محدودیت داره، ممکنه اشتباه بکنه و و و خیلی چیزهای دیگه. و میگه آقا کی کدوم رهبر؟ دقیقا همینه، زمانی که مردم تصمیم گرفتن از خودشون فرا برن، از یک شخصیت حقیقی و خودشون رو به شخصیت حقوقی تبدیل بکنن که کردن در قالب همون شعارها، در قالب حضورشون در کف خیابون، رهبرن و رهبر خودشونن. و من حالا باز رو مکانیزمش، چون باور کردنی نیست و یا براشون خیلی جدیده، این مقاومت داره اتفاق میفته. اول این نقد رو به کسانی بکنم که عمومی عرض میکنم مرتب دارن خودشون رو مضطرب از این نشون میدن که آقا رهبر وجود نداره، اگر این حرکت سر نداشته باشه زمین میخوره. کسایی که این رو خیلی بهش اصرار میکنن، زن زندگی و آزادی رو باور نکردن، یعنی اگر علیهش حالا وارد صحبت نمیشن، بعضا اگه بتونن فوشم میدادن، حالا روشون نمیشه که به این شعار حمله کنن، اگر این رو قبل از حضور فیزیکی مردم در خیابان کس دیگری جای دیگری گفته بود، حتما بهش حمله هم میشد.
باور نکردن که بر اساس این سه محوری که خیلی ساده به نظر میاد و خیلی شاید آزادی که خیلی مثلا قدیمی تکراریه، یک انقلابی آغاز شده، کلید خورده و داره پیش میره. اینو باور نمی کنن، نمیتونن باور کنن، عجیبه براشون. من حالا بدبینانش رو عرض نمی کنم. من یه خط تئوری خیلی عمومی رو اول میگم بعد مثالها رو میزنم. ببینید، علم جدید به ما یاد داد که گرایش علم در واکاوی پدیده ها ساده سازیه، در نتیجه دقیق سازیه. علم به ما یاد میده برخلاف اون روش های کهنه که قدیم اتفاق میفتاد، که مثلا ما یه ابو علی سینایی داریم که این هم منجمه، هم ریاضیدانه، هم فیلسوف، ادبیات هم باید خیلی بلد باشه، بیش از هر آخوندی متشرع و آگاه باید به شرع اون دین منطقه یا خودش باشه، همه اینا رو باید در آن واحد داشته باشه. خب اون موقع کمیت اطلاعات کمه، تکنولوژی در این حد وجود نداره، یک نفر مجبوراً باید باشه، در نتیجه این باید تیزهوش‌ترین اون آدم اون جامعه باشه. یعنی ضرورت حکم میکنه که شما باید هوش خیلی بالایی داشته باشی که به این میزان بتونی تسلط پیدا بکنی، چون تکنولوژی به کمکت نمیومده، خودت باید این استعدادو میداشتی که بتونی در آن واحد در 7-8-10 عرصه سرآمد دوران خودت باشی. خب این یعنی چی؟ یعنی همه نمیتونن دسترسی پیدا کنن به اون موقعیتی که ابو علی سینای نوعی پیدا کرده بوده، همه نمیتونن اون تیزهوشی رو داشته باشن. در اینجاست که افراد کمن، تعداد افرادی مثل ابو علی سینا خیلی کمه. اما شما وقتی یه روزی به عنوان فرد با یه هوش خیلی معمولی در دوره به دنیا اومدی که بهت میگن به راحتی اگر تو درس تو در حد نور بخونی، در هر رشته‌ای که دوست داری میتونی وارد بشی، یعنی این دسترسی حالا برای همه گسترده شده. چجوری این اتفاق افتاد؟ تکنولوژی کمک کرد. چطور کمک کرد؟ امکاناتی داد که اون چی که پیچیده به نظر میومد اولا بتونه بسیط بشه، در نتیجه ساده بشه و قابل فهم بشه. در نتیجه هر کدوم از ما یه بخشی رو میتونستیم بریم مسئولیتش رو بخده بگیریم، ولی مجموعه علم همچنان فوق پیچیده است. اما برای من وقتی که مطرح میشه، نه، قرار نیست من هزار تا رشته رو یاد بگیرم، یه رشته تازه انتهاش تو گرایشی در اون رشته یک تخصص میگیرم. این جمعیتی که بنده عرض میکنم امروز خودش رو حقوقی کرده، دقیقا شعارها رو ساده کرد، مطالبهش رو هم ساده کرد، ولی مطالبه رو فوق‌العاده دقیق کرد. مثلا بنا به هر دلیلی که به ما مربوطه، به من شهروند مربوطه، علی خامنه‌ای تو باید بری، تو فاسدی، تو به درد این پستی که میگن، اصلا نمیخوام برم تو این که تو چجوری اومدی شدی رهبر، هر جوری شدی به جهنم، هر طور این پست رو گرفتی به درک، تو کی بودی، بد بودی، خوب بودی، سواد داشتی یا نداشتی. ببین تو این لحظه همین الان که اینجا هستم تو به درد این کار نمیخوری، باید بری. این خیلی دقیقه ولی خیلی ساده است، و این دقتش و تمرکز فوق‌العاده‌ای که رو اون محور ساده داره انجام میده ولی خیلی سفت وامیسه رو این قسمت، این ازش اون شخصیت حقوقی رو در میاره. خب حالا اگه من یه پاسداری باشم که فکر میکنم اسلام بهترین دین دنیا بوده، میتونست آدمها رو خوشبخت بکنه، اما جمهوری اسلامی نتونست از اختش بر بیاد، هنوزم واسدادم به این که اسلام چیز خوبیه، ولی الان به این نتیجه رسیدم که اسلام خوبه ها، علی خامنه ای فاسده و اتفاقا داره آبروی اسلام رو میبره، پس این باید بره. من با اون کمونیسته که اونم در این لحظه به همین رسیده یا از 50 سال پیش معتقد بود که اینا نباید قدرت رو بگیرن چون اصلا اولا خدایی وجود نداره، اصلا دین مزخرفه و چه برسه به آخوندش، همه اینها، و اونی هم که کمونیست نبود، اونی هم که مذهبی نبود، یک نگاه خیلی نرمالتری به هر چیزی داشت، همه اینها ببینید در یک لحظه به یک شعار بسیار بسیار هم متقن هم ساده میرسن. اینکه علی خامنه‌ای باید بره، باید برین، حکومت باید عوض شه، از بنیادم باید عوض شه، نه عقبی میریم نه جایی داریم برای عقب رفتن، وضعیت زندگی امروز ما گواه بر اینه. در نتیجه کسی که تا چند ماه پیش هم حتی دلبستگی به اون تاریخچه جمهوری اسلامی داشت، با اونی که از 50-43 سال پیش
مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بود، هر دو به یه بیان مشترک میرسن در این دقت اتفاق افتاده. پس هیچ نوع گذشته و عطف به هیچ نوع محتوا و ماهیت سیاسی من یا دیگری ایجاد تفرق و اختلاف نمیتونه بکنه. یعنی دیگه اینجا مهم نیست من با چه پیشینه میام، شاهی بودم، مصدقی بودم، چپی بودم، چی بودم. این عملا از میدون گفتمان این انقلاب خارج میشه. من یه زندگی ساده میخوام که در شأنمه، بعدن سیستم بوروکراسیش این رو درست میکنه، اگر بعدن نخواستن نتونستن درست کردن باز هم معترض میمونم. این اون بیان امروزه. من زن رو تحقیر شده، کتک خورده و دامن در دفاع نمیخوام ببینم به عنوان زن، حتی اگر مرد باشم به عنوان نیمه دوم زن، بلکه زن رو در آزادی کامل و اتفاقا مغایر با اون چی که در تمام این مدت اتفاق افتاده میخوام ببینم. این دوتا. و آزادی چیه؟ آزادی همون چیزی که این نیست و من بعدن با رأی خودم، همه با هم مشترک میشیم رو این که این چیزی که الان هست 100% آزادی نیست و همه ما بعدن تعدی هممون، یعنی با رأیمون، با نمایندمون، با وکیلمون در خانه ملت بعدن تعیین خواهیم کرد که آزادی یعنی چه. اونجا خواهیم گفت. در نتیجه همه ما به گفتمان واحدی میرسیم که خیلی ساده است اما خیلی دقیقه. از اینجا به بعدش میره سر این موضوع که کجا و به چه شکل حالا باید این بابا رو بندازیمش پایین. تکنولوژی به کمک اومد، توییتر در اختیار گذاشت، تلگرام در اختیار گذاشت، اینستاگرام در اختیار گذاشت. اگر شما برید اینا رو رصد بکنید میبینید که همه شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن به طور وسیع، شروع میکنن کامنت گذاشتن. سایبری هم میاد اون وسط ها. اما انقدر اون مطالبه که اشاره بهش کردم ساده است اما فوق‌العاده دقیقه که خود به خود راستی آزمایی میکنن. الان شما میتونید تمرین کنید، یه اسم مستعار درست بکنید و سعی خودتون رو بکنید که اون چیزی که ما بهش میگیم خرد جمعی منحرفش کنید، گولش بزنید، ببینید باهاتون چه برخوردی میکنن و چطور شما رو سریع پیدا میکنن. یعنی خیلی سریع میفهمن که تو منو داری از خط اصلی که باید متمرکز روش بشم به نوعی، حالا در قالب سیاسی مخالف، در هر قالبی میخوای من رو جدا بکنی. یکی از اولین واکنش های خرد جمعی در همین چارچوبی که بنده عرض کردم همون برخورد شگفت انگیزی بود که در ارتباط با پدیده وحدت ملی انجام داد و به طور کامل پروژه سازی تجزیه طلبی به عنوان یک تئوری ترس و استراب از سرنگونی حکومت رو ذبحش کرد، سر برون و کنار انداخت. این یکی همون واکنش ها بود رو همون تمرکز. حالا هر طور هر کی میخواد تست بکنه از هر قالبی خودش اول مخالف نشون بده، یه خورده فوش خارمادرم به علی خامنه ای بده، ولی بعد سعی بکنه فکر عمومی رو تو این رسانه‌ای که بنده عرض کردم به شکل در قالب کامنت گذار ببره به طرف دعواهای قومی، ببینه چه برخوردی باش میشه. چرا همه انقدر قشنگ میتونن کار بکنن؟ چون مطالبه رو ساده کردن و دقیق کردن. حالا اینا شروع میکنن سر این که چجوری حرکت بعدی رو انجام بدیم، دست جمعی بریم، فردی بریم، محل محور بریم، محله های اصلی رو بهش حمله بکنیم، چی کار بکنیم. بحث ها اتفاق میفته. جالب اینه تمام اون کامنت گذارهایی که میخوان به نوعی اصل قضیه رو منحرف بکنن اینجا کنار میرن، اصلا جایی برای کار ندارن، خیلی سریع شناخته میشن و دیگه کسی جدی نمیگیره اونها رو. ولی این فکر را هی شروع میکنه، هی با هم گفتگو کردن. از این گفتگوها وقتی که شما یهو میبینید گفتمانی به مرور در میاد، ممکنه یه مقدار در بعضی جاها کند اتفاق بیفته اما نشون داده که راه خودش رو پیدا کرده، بلده و محکم میاد جلو و در واقع پدیده رهبری وجود داره، همین الان هست، کار کرده. منطقه اگر من به خاطری که کهنه فکر میکنم به دنبال شناسنامه‌شم میگردم که صادره از کجاست، با چه لهجه‌ای داره حرف میزنه، هویت سابقش کجا بوده، مال کدوم حزب بوده نبوده، اگر دنبال این میگردم بهتره نگردم. چون اتفاقا اینا متوجه، مردم متوجه میشن از اونجایی که شما شناسنامه رو میکنی شناسنامه تو باطل میکنن، میتونن فیزیکی، نمیتونن بهت حمله میکنن، ترور شخصیتت میکنن. یک. دو، خب چرا این نقد رو نکنیم به رهبری کلاسیک که هر حرکتی باید یه سر داشته باشه؟ خب این سرا خراب هم میشن آخه، سرا خریده میشن، سرا ترسونده میشن، سرا خودشون دچار اشتباهات وحشتناکی میشن. سرهایی که نه خریده شدن، نه تطمیع شدن، نه تهدید شدن،
اما وحشتناک، من نمیخوام اسم از سازمان و گروه ها بیارم، علاقه ندارم به این کار، به طور وحشتناک به انحرافاتی رفتن که اتفاقا اون ارگانایز بزرگ، اون سازمان بزرگ، اون همه جمعیت، اون همه قدرت و و و به خاطر خراب شدن سرش نه تنها یه ضایعه رو دست تاریخ یه ملت گذاشت و میذاره، بلکه به جون که کار رو پیش ببره کار رو تخریب میکنه. پس این هم میذاریم که اگر به نظر میاد تا سر نداشته باشه به نتیجه نمیرسه، و چون سر یعنی یه آدم شناسنامه دار که میشه دید، پس میشه بهش هم تک تیر اندازی کرد، هم ترور شخصیتش کرد. اگر این رو نداره، خب این اتفاقا ما گارانتی هم هستیم، چون این زاویه شو نمیبینیم که وقتی که سر به اون مفهوم کلاسیک نداره، پس این ماهی نمیتونه از سر گنده بشه، نمیتونه بگنده، و این خودش تضمینه، این خودش گارانتیه برای اینکه بریم جلو. سر تک تک ماها. جناب دانشوری اشاره کرد، من با یه بخشش رو اتفاقا تو راستای این بحث میخوام یه اصلاحی بکنم. ببینید، شما وقتی تو دل اون جمعیتی برید که کف خیابون اومده، حتما توشون آدم متدین هست، حتما توشون ممکنه کمونیست باشه، بخش زیادشون داره ایدئولوژی شخصی هستن، ایدئولوژی دارن، اما در قالب اون مطالبه ساده ولی بسیار دقیق اونها رو میذارن کنار. در نتیجه شما با یه شخصیت طرف میشی از مجموعه این هزاران هزار جمعیت، یه شخصیت حقوقی و جلوت ظاهر میشه که این شخصیت حقوقی دقیقاً میدونه چی میخواد، دقیقاً میفهمه چی کار داره میکنه و میدونه بعد به کجا بره و موانع بعدی اگر ایجاد بشه. وقت من تموم شده، چشم. اگر موانع بعدی ایجاد بشه چجوری با اونها بر مبنای همین مکانیزم مقابله بکنه، و اتفاقا هیچ نوع حراسی هم از این بابت نداره، تضمین شده است. باز میشه روی این، من فقط اینو به این شکل گفتم که دوستان مخاطبان میتونن هم کمک بکنن به این خرد جمعی با مشارکتشون در مجموعه مباحثی که داره امروز اتفاق میفته، و هم اگر باورش نکردن، درکش نکردن، با رصد کردنش و نگاه کردن به اینکه این چه شکلی داره کار خودش رو انجام بده میده، متوجه بشن که نه، رهبری وجود داره، وجود مادی داره و با مکانیزمی جدید برخلاف گذشته. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی عملاً خونسا شده و عاجز مونده چه بکنه. حالا باید هی سعی بکنه که چجوری این سیستم جمعی رو بلکه بتونه به یه شکلی منحرف بکنه، این خرد جمعی رو که با اراده جمعی وجود مادی خودش رو اثبات کرده. در این بخش از من تمام. ممنون. خیلی ممنون. من البته صرفاً به خاطر سرماخوردگی جناب نارمکی. بهتر که من صحبتمو تموم کردم. منم خسته شدم. متشکرم. های دانشمند. خیلی ممنون از آقای نارمکی بابت توضیحاتشون. من آقای نارمکی راجع به خرد جمعی صحبت کردم، من یه مثالی یادم آمد وقتی چون صحبت میکرد، و اون برخورد درست جوانای ایران به مقوله مذهبه. ببینید، در ایران ما میدونیم که میبینیم فیلماش رو که جوانا عمامه آخونده رو میزن کنار، البته سر آخونده رو نمیزن، عمامه شو پرد میکنن پایین. این من به این فکرم چرا اینا این کار میکنن؟ آیا این گرایش میتونه معنیشی باشه که گرایش ضد مذهبی دارن اینا؟ یعنی عمامه رو به عنوان مظهر مذهب میزنن؟ بایدم خیلی اینطوری نیست. دم اینا جوان ها اواخیت دو سه روز پیش فیلم میدم، یه خانم محجبه میره بالا و شروع میکنه به نفع جنبش جوان ها سخنرانی کردن، هم برایش ابراز احساسات میکنن. پس میبینیم که جوان ها کاری به چادر سیاه که خب قایتن میتونیم مشهر مذهبه دیگه ندارن، ولی به عمامه نفرتشون از یک سیستم ستمکار هست در واقع. یعنی وقتی که آخوند رو عمامش میزنن، در واقع هدفشون مذهب آخونده نیست، هدفشون جایگاه سیاسی روحانیت توی 43 سال گذشته است که فجایع بزرگ اجتماعی رو وجود آورده. یعنی ما الان وقتی من فکر میکنم اینه، توی این کشور میشه یک سکولاریسم بی نهایت پیشرفته که در این جای دنیا وجود نداره پیاده کرد، با این همه نگاه وسیع جوانایی که سن زیاد چون 25-26 ساله، و این حیرت آوره برای آدمی که از بیرون به قضیه نگاه میکنه. اینو گفتم به عنوان یک مثال از این خرد جمعی داشته باشه. خیلی ممنون.
میدونیم طرف دوستانی از خارج از سالن. خانم قیاسمت بفهم. سپاسگزارم. جیمز دیویدسون در یوتیوب نوشته درود به مهستان، با در نظر گرفتن اینکه شما یک مجلس هستید انتظار هست به جای تحلیل که بسیار دقیق هم می باشد پتیشن تهیه کنید و یقه دولت‌های خارج را بگیرید که لااقل از جمهوری اسلامی دفاع نکنند. چرا روزنامه‌های آمریکا نامه‌های نایاک در پرانتز جمهوری اسلامی را انتشار می‌دهند؟ چرا نامه مهستان را انتشار نمی‌دهند؟ متشکرم. ممنون از شما. آقای دانش. خیلی ممنون. من متأسفانه اسمشون نتونستم از بر کنم و حال این دوست گرامی که این صحبت کردن و گفتن چرا مهستان که جای بیان اندیشه‌های در واقع گرایشات مختلف سکولار دموکراسیه در واقع از بنیاد، چرا به جای تحلیل پتیشن تهیه نمی‌کنیم و کشورهای خارجی رو وادار نمی‌کنیم که مثلا این کارو بکنن؟ کار بکنن. ببینید به گمان من امروز مهمترین مسئله برای ما ایرانی ها در کنار مراقبت و پاسخگویی به نیازهای جنبش مردم در کشور، در کنار حمایت از جوانایی که خطر اعدام تهدیدشون میکنه، تمام اینا درست به جای خودش و هر کس فردن مسئول این کار بکنه. کما اینکه دیروز که تظاهرات بود احتمالاً همه دوستان، حالا اگه همه نه، غالب دوستان در تظاهرات شرکت کردن. فردا که تظاهرات جای بشه همه ما خواهیم کرد، پتیشنی باشه و قطعا امضا خواهیم کرد. کما اینکه هر کدوم از دوستانی که نوشتن ده ها پتیشن، فکر کنم پتیشن اگر به با ایده سیاسیشون در تطابق بوده امضا کردن نخواهم کرد، این تهدید نیست. ولی مشکلی که ما امروز تو جنبش سیاسی داریم و تو اهداف مهستان بوده، چون اهداف اصلی مهستان چی بوده؟ کمک به ایجاد یک جانشین، یک بدیلی که ما رو به طرف دموکراسی بره، این بوده. و امروز به گمان من این کمک در درجه اول کمکیه که کمک فکریه برای که جنبش سیاسی بخصوص در خارج کشور دچار انحرافات زیادیه. یعنی بحث دموکراسی هنوز خوب جا نیفتاده. من گفتم، هم بحث هم گفتیم، نه قاطی میشه دوران بیرون از دموکراسی، دوران دموکراسی، مسئله قدرت، رابطه قانون با قدرت، اینا همه مفاهیمی که اگه شما توش مسلط نباشی، مخصوصا اگه در موضع رهبری باشی، جنبش رو به بیراهه خواهی برد. و من عمیقا معتقدم که جنبش بعد از سرنگونی جنبش ما به یک رهبری بوروکراتیک احتیاج داره بدون بربرگرد. اگر این کار اتفاق نمیفته قطعا نتیجه تمام مبارزات شکسته، هیچ تردید توی این مسئله نباید کرد. کشای دیگه هم بود، شما نگاه کنید در مصر، در نمیدونم تونس، تمام کشور بهار عربی نگاه کنید، همه اینا در واقع به نوعی شکست خوردن. برای چی شکست خوردن؟ برای که اون چیزی که در مصر وجود نداشت، مثلا این ایده و این برنامه سیاسی درست بود که اگر اخوان المسلمین افتادن که جوان انداختنش، یک رژیم مسلط مسئله چیه؟ یک رژیم نظامی دیکتاتوری نظامی نهید روی کار و اومد دیکتاتوری نظامی. برای چی اومد؟ برای که پیشبینی این داستان داشته بود، برای که شناخت نسبت به این که تحولات سیاسی میتونه جور دیگه هم رقم بخوره نبود. امروز اگه ما بگیم ولش کن همه چی خودش درست میشه، فقط کافیه ما بریم با خارجی ها فلان کنیم، بهم در کنیم، این کافی نیست، هیچی درست نمیشه. تمام تلاش ها، فداکاری های مردم تو خیابون ها، کشته های جوان ها، دختران جوان، مردان جوان زیبای ما عکسشون رو نگاه میکنه، بغض اینجاش میاد، اینا همه میره رو هوا. اگر شما به عنوان آدمایی که یک رسالت کوچک روشنفکری در خود سراغ داریم، باید این مسئله حلش کنیم و این هنوز حل نشده. امروز الان ببینید، امروز مثلا وقتی از این رهبرانی که وجود داره سوال میکنه خبرنگار، خب برنامه‌تون چیه؟ مثلا خود شازده رضا پهلوی، من میگم الان یه نقدی هم بکنیم چون وقتی میگن آقا برنامه چیه، میگه شما کار بکنید منم بیام دنبالش، منم میرم این کار بکنم. خیلی کار خوبی هم میکنه، نه که نمیکنه، حتی هم میره تو با کشورهای خارجی رهبراش صحبت میکنه، پارلمان رو صحبت میکنه، ولی کافی نیست. این نقشی راه فکر شده نیست. اگه شما برین ما بگیم میام دنبال تو، این برنامه نیست. فشه که در یک چون موضع قوی رهبری نشستی، باید آدم ها رو جمع کنه، باید این کار رو بکنه، این جزء مسئولیت چه؟ باید از آدم های دانشمند، آدم های بروکرات های قوی ایرانی که تو اروپا و آمریکا موج میزنن، ما هر روزی
یکی روز بعد از روزیت کشف میکنه اینا رو و میبینیم بعضیاشون نماینده ان، بعضیاشون نمیدونم وزیر ان، بعضیاشون رؤسای دانشگاه. این همه ما آدم اندیشمند داریم، کاری که ما باید یاد بگیریم از یهودی ها باید یاد بگیریم، ما این از اونا باید یاد بگیریم. ما از یهودی ها تعداد ایرونی خارج کشور بیشترن و از یهودی ها امکانات بیشتری دارن. ممکن یهودی ها یکم ثروتمند بودن، یه جاهایی هم ارتباطاتی با خود و مناطق کشور اروپای آمریکا دارن، ولی این امکان هیچ کشوری در جهان به اندازه ما در تمام تاریخ جهان نداشته که ما داریم. 8-9 میلیون ایرانی تحصیل کرده و ثروتمند و آگاه نسبت به علم و دانش، سرمایه‌ای که کمتر کشوری در جهان داره. و جالب اینه که اینا تو خیابونا وقتی نگاه می‌کنی اینا تو میدون اومدن. اون چیزی که وجود نداره اون دانش سیاسی برای اداره این همه انرژیه. اینو باید هر کسی به توان خود، من به اندازه به ساعت کوچیک خودم، دیگران هر چه بزرگتر بیشتر باید انجام بدن. و اینو ما باید از رهبران بخوایم، به جایی که رهبران مسخره کنیم یا نفیشون کنیم، باید وادارشون کنیم به حرکت درست و نقدشون کنیم و بپاییمشون و مواظبشون باشیم. این بحثای زنده باد این مرده باد بود، این بحثای خانه زنکی تو فیسبوک، اینا ما رو به دموکراسی آزادی نمیرسونه که. اینا چه برای خالی کردن عقده‌های شخصی خودمون فقط خوبه، چیز دیگه نیست. خیلی ممنون. مرسی. من برای خودم وقت گرفتم، دو تا پرسش دارم. تجربه شخصی رو میگم. سال 60 که ما در زندان وکیل‌آباد مشهد بودیم، هرگاه در بیرون یه نفر توسط مجاهدین ترور میشد، تعداد اعدامی‌های اون روز بیشتر میشد. اگه هر روز 3 تا 4 تا رو می‌بردن، اون روز 7 تا 10 تا رو می‌بردن، اعدام می‌کردن و خودشون هم می‌گفتن. بعد حالا یه گریز می‌زنم به زمان فعلی. من تو کلاب‌هاوس گاهی نگاه می‌کنم، گرچه اونجا هم چیزی ازش در نمیاد، ولی به هر حال زمزمه مسائلی مثل حرفای مثل کمیته مجازات، کمیته انتقام، یا اینکه ما بکشیم و غیره، چگونه میتونیم اینا رو سربنیست کنیم، پاسدارا یا بسیجی ها رو صحبت میشه. و منطقش هم اینه که خب ما اگه این کار بکنیم بجیم میترسه، در حالی که با توجه به تجربهی که من دارم و ما داریم خیلی ها، اینه که برعکس. الان 20,000 حدود 20,000 نفر از بهترین فرزندان جوان ما تو دست چنگال این فاشیستاست و میتونه اون جریان سال 60 رو تکرار کنن و خطر اونا زیاد بشه. ولی پرسش اول من اینه که آیا به هر حال هانا آرنت هم در کتاب خودش میگه، گاهی اشاره داره به دفاع مشروع، آیا این دفاع مشروع زمانش، سال من اینه که کی میرسه زمان این، اگه حالا زوده پس کی. این یکی. سال بعدی من اینه که هدف از خشونت بیمنطق رژیم و به طور کلی به طور مشخص بگم اعدام جوانان چیه، عکس‌العمل صحیحش چیه به هر حال در مقابل این اعدامای بیمنطق رژیم. خیلی ممنون. در حقیقت دو سال به نوعی به هم مربوطه. خیلی ممنون. ببینید، صحبت کردی که هانا آرنت میگه که در واقع به دفاع مشروع. آره، ما توی دموکراسی قانون چیه؟ حقوق بشر هم، اصول حقوق بشر هم از توش، دفاع فردی، دفاع امر شناخته شده ایه از نظر حقوق بین الملل هم. یعنی شما وقتی به حمله میشه بی دلیل مثلا همراه این چنین، باید از خود میتونید دفاع کنید. تردید این دفاع فردی با دعوت به مبارزه مسلحانه دو تا بحث مختلفه. یه وقت شما تظاهرات دادن بسیجی پاسدار بشه حمله میکنه، اونم میزنش فلان، اینا دعوا میشونه، طبیعیه به پیشم میاد. و هر تو انقلاب، تو درگیری، تو قیام میگن نقاط کشمش بخش نمیکنه، یه اتفاق میفته. ولی این فرق میکنه با اینکه این تز که باید مسلحانه این کار کرد. من اول صحبتام یاد بشیم یه چیزی گفتم که یک نفر از بیرون من رو خطاب داد و موافق نبود با این برنامه برخورد من. این نتیجه یک، این حالا روشنش کنم چی بود این داستان. من تصادفا داشتم به همین برنامه گوش میکردم، دیدم یه آدمی تلویزیون کلمه بود اگه اشتباه نکنم، من که نمیستم تلویزیون کیه و اهدافش چیه، واقعا نمیستم، ولی یادمه که کلمه بود.
با یک آدم آنارشیست صحبت میکرده. این آدم آنارشیست حالا یه آدمی که من میشناسم، قبلا کمونیست و حالا ارتقا درجه پیدا شده آنارشیست، و این تبلیغ در واقع جنگ میکرد، تبلیغ میکرد که فضا رو تبدیل به فضای جنگی کنیم. یعنی اون چیزی که دقیقا چه بخواید چه نخواید بازی در زمین جمهوری اسلامیه. امروز ببینید، امروز شما یک جوانو که میکشن صداش در داخل کشور در خارج کشور بلند میشه، مجامع بینون ملی اکسان من نشون میدن، نمیتونم خانواده ها اکسان نشون میدن، و به جمهوری اسلامی مجبور دروغ بگه، بگه مثلا این هم چیزی قلبی داشت، ناراحتی قلبی داشت، یعنی در موضع دفاعی قرار. حالا شما حساب بکنید، بیاید این در این مبارزه متمدنانه رو تبدیل کنید به جنگ مسلحانه، یک شکست میکنید به خاطر که هنوز یکم بخش های مهمی از مردم کشور وارد بیابان نشدن، دوم هنوز جمهوری اسلامی انشعاب و ریزش در درون اعضا شروع شده ولی هنوز به اون مرحله نرسیده که اصلا بپاشه. هیچ بعید نیست، هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه که در یک لحظه معینی که تعادل قوا به نفع مردم باشه ممکنه مردم دست به اصلا ببرن. ما نمیدونیم، که من شخصا امیدوارم نبرن، چون بردن دست بسته پروسه طولانی تر خواهد. یک، اما همون هانا آرنت که میگه که دفاع مشروطه میگه، یه چیز دیگه هم داره آرنت. هانا آرنت کتابی داره به نام خشونت، به فارسی هم ترجمه شده، بخونید توش نوشته. تو این کتاب میگه که در تمام قیام ها و انقلاباتی که دنیا میشه خشونت اون موقعی انجام میشه که لازم نیست. یعنی اون لحظه‌ای که خشونت انجام میشه حکومت افتاده، و این درسته. و خطر خشونت در اینه که چون خشونت حالا حضور پیدا میکنه باید جلوش گرفت و این سخته، و اگه خشونت ادامه پیدا بکنه شما رو از استقرار دموکراسی باز میداره، برای که برای رفتن به طرف دموکراسی اصل اساسی آرامشه. شما در این جامعه ملتهب و پر از جنگ و زد خود که نمیتونی دموکراسی برقرار کنی، چون دموکراسی مستلزم گفتگوست، مستلزم بحث اقناعیه، اونم تو فضای آزاد. ولی در فضای جنگی که نمیتونی میشه لیبی، چون نمیتونی دموکراسی برقرار کنی تو لیبی. بنابراین علارغم پذیرش حق مشروع دفاع در مقابل جانیان که هیچ تردید توش نیست، حق انفرادیه، علارغم این ما باید تا جایی که یعنی عاقلانه هم رفتار میکنن جوانان همین کار دارن میکنن، تا جایی ببینید، تا جایی که مثلا آخوندو مسخرش کنن، عمامش رو به نزن میکنن، ولی سر آخونده رو با شمشیر نمیزنن. یعنی که ممکنه یه نفر بگه فلان آخوندم پشتن یا فلان، اینا چیز موارد خیلی پاسیه، یک جنبه عمومی نداره. بنابراین باید مراقب بود که مبارزه متمدنان مردم جنبه از نظر عمومی جنبه خشونت‌آمیز نکنه، اونم در این مرحله. در این مرحله چه اتفاقی خواهد افتاد فکر می‌کنید اگه جنگ مسلحانه بشه؟ در این مرحله شجاع‌ترین بی‌باک‌ترین جوان‌ها وسط صحنه میمونن، بقیه میرن خونه‌شون، و اینا میشن یک هدف حمله جمهوری اسلامی با اون سلاح‌های مهیبی که داره. عمل میتونه درو کنه، مثلا میتونه جنبش رو بخوابونه برای سالها، و اینو نباید، این چیز بسیار خطرناکی که نباید کرد. و فکر کنم همین بود سوال دیگه، و بنابراین به این چیزا اصلا نباید پاداد، و خطرناکی برای جنبش جوانان امروز ما تو خیابون. مرسی. دو تا نوبت داخل داریم، از بیرون خانم قیاسفند بفهمونید، یکی از بیرون. معذرت میخوام. آقای مهدی عسلی نوشتند اولا امامان معصوم گناه نمی کنند اما ممکن است اشتباه کنند، ثانیا تعریف رهبر سیاسی دقیق نیست، چهره‌های شاخص فعالان مدنی و سیاسی با رهبران سیاسی اشتباه شدند، ده ها کتاب و صدها مقاله راجع به رهبری سیاسی و ویژگی ها و مهارت های رهبری موفق سیاسی نوشته شده است که کتاب های مرجع هم در میان آنها وجود دارد. ثالثاً کار را نباید پیچیده کرد، چنانچه یک بدیل و رهبری سیاسی مورد اعتماد شکل بگیرد، در ماه ها و هفته های قبل از استقرار نظام سیاسی جدید، کمیته هایی از طرفداران رهبری سیاسی اپوزیسیون در هر وزارتخانه و سازمان مهم دولتی شکل می‌گیرد
که با سقوط نظام سابق با فرد معتمد رهبری سیاسی کارها را اداره می کنند. من با این نظر کاملا آشنا، برای که خودم در جوانی بهش اعتقاد داشتم. نظر تشکیل کمیته های انقلابی در نمیدونم وزارت خونه ها فلان نا نمیدونم، اولا این ده ها کتاب درباره رهبری سیاسی، خب من که نمیدونم، لطفا یک شما گفتم ما بخونیم ببینیم چیه منظور چیه. اینکه رهبری سیاسی دقیق نیست، رهبری سیاسی اون که رهبریه که میتونه تو سیاست رو دگرگون کنه، میتونه اوضاع اجتماعی دگرگون کنه. صحبت که مجید کرد رو کاملا یه مثال واضحه این داستانه. وقتی میگه زلنسکی یک کمدینه و در عرض چند ماه وارد انتخابات میشه و اتفاقا خیلی فکر میکنن شوخی داستان، چون داستان انتخاب شدن خود این به صورت تئاتر اجرا شده قبلش و موفق میشه، برای که در این لحظه معین تاریخی معین مثلا خوب میفهمه، میاد موفق میشه و بیش از 60 درصد آرا رو میگیره. من فکر نمیکنم ایشون خیلی کتاب سیاسی خونده یا بر اساس نمیدونم اون مبانی نمیدونم مارکسیستی ایجاد کمیته های انقلابی، شوراهای انقلابی در محل کار، شوراهای انقلابی در نمیدونم کارخونه ها فلان. این بحثی که در زمانهای لنین و اینا یه فرولبندی هایی بودن که اصلا قدیمی ربطی به شرایط امروز ایران امروز دنیا نداره. شما اگر خود مسئله کشورهای تو دو سه دهه اخیر اروپای شرقی رو نگاه کنید، اینطوری نیست، لزوما اینطوری نیست. خیلی وقتا میتونه اینم توش باشه، میتونه این هم دخالت کنه، ولی آیه آسمونی و قانونمندی های فرام وجود نداره. این که من این امامان هم گناه نمی کنن، من رو به صورت طنز به کار بودم، به صورت با دقت علمی نگفتم امامان چیکار میکنن. و من شخصا اصلا امامان رو فکر کنم چیکار نمیکنن، فکر کنم یه اعتقاداتی یعنی که آدمای دارن بشونم در او اعتقادات آدمای احترام قائلم، من خودم معتقد نیستم بهش، برای نظر من اعتقادات درستی نیست. حالا اینکه حالا یه وقت میتونن همین اماما رهبر سیاسی هم باشن نباشه، من کاری بر ندارم، وارد این مفاهیم هم نمیخوام بشم، ولی رهبری سیاسی من هنوز هیچ کسی من ندیدم، واقعا ندیدم بیا تعریف کنه بگه رهبری سیاسی عبارت از 1 2 3 4 5. اگه کردن من خیلی سپاسگزارشون هستم، به من یک بدلشی بدن در مورد فهم را. تازه وقتی هم بدن کتاب رو، من اون کتاب با نقد میخونم، یعنی ممکنه کتاب نوشته شده لحظه غلط بشه. یعنی یک آدم در موضع روشن فکری هیچ چیزی رو بدون علامت سوال قبول نمیکنه. این بحثا بوده، این بحثای مارکسیستی در اول انقلاب هم بوده، خود ما هم تو کمیته ها به جوانترها درس میدیم که یعنی چجوری باید انقلاب صورت بگیره، که متاسفم که همش اشتباه بود. خیلی ممنون جناب نوربکی، اجازه بدین آقا شهرام نوبت گرفته بگیرن، بعد شما ادامه صحبتاتون رو بکنید. خواهش میکنم، بفرمایید آقا شهرام. بفرمایید. ممنونم جناب دانشور و همینجور از بهروز گرامی. خدمتتون عرض کنم راجع به پاسخی که حسن آقا نسبت به سوالای شما دادن، ما به هر حال هیچ موقع اینجا از طریق مهستان نه تشویق به خشونت کردیم، نه تو به اصطلاح پیشنهادی دادیم، نه هیچی، ولی به هر حال من همیشه نظرم این بوده که طرف مقابل منه که اون روش مبارزه رو برای من روشن میکنه، یعنی اونه که به من نشون میده که ما چجوری باید با هم مبارزه بکنیم. مبارزات متمدنانه که شما اسم بردید، فرض بفرمایید که ما جلیق زردهای فرانسه رو داشتیم، ما میدونیم که مدتها در خیابون بودن، نظم کشور رو به هم ریخته بودن، ولی به هر حال به قول شما متمدنانه بعد با دولت با حکومت کنار اومدن، صحبت کردن، شاید به بخشی از اهدافشون رسیدن. من حالا دقیق اطلاع ندارم که در طول این مدتی که از جلیق زردها نام می بردن چند نفر کشته شده باشن در فرانسه، ولی الان جناب دانشور واقعا دیگه نظام اعتراضات رو خودش به جنگ خیابانی تبدیل کرده. همین 3 روز پیش ما در طاق بستان راهپیمایی سکوت داشتیم. خب شما همه دوستان میدونید که با همین راهپیمایی سکوت نظام چه کرد. ببینید در این 2-3 ماهه که این جوان‌ها کشته شدن، ببینید با گلوله های جنگی، حتی با تیربارهای سنگین که میگن تانک یا ادوات نظامی رو باهاش مورد حمله قرار میدن، مردم رو با اونا زدن. یعنی رژیم الان
قتل عام را انداخته، جنازه های عزیزان خانواده ها رو میدزده و حتی سر مزار نمیذاره که مراسم برگزار بکنن. شما صحبت از عمام پرانی کردید، خیلی جالب بود. من این کامنت ها رو که میخوندم، بحث دوستان رو که میخوندم، همین جوانان محلات که الان به قول آقا بهروز میگفتش که رهبری وجود داره، اینا الان رهبری رو در دست گرفتن. ولی وقتی میان میبینن که با همه این به اصطلاح ملایمت هایی که این مردم الان دارن از خودشون به صورت متمدنانه اعتراضات خودشون رو عنوان میکنن، وقتی میبینن که یه جوونی رو فقط برای بستن خیابان اعدام میکنن، خب اینا خودشون اسم از انتقام میارن و همون رهبران میدانی مثل علی کریمی، مثل مهدوی کیا، مثل خیلی از این دوستانی که الان به هر حال جامعه چشمی به کامنت های اینا دارن، اینا همش به نظام میگن که منتظر انتقام باشید. طرف میگفتش که مگه ما نمیگیم که، یعنی حکومت 43 سال داره میگه و این آموزش رو داده که مکتب اسلام مکتب شهادته. پس چرا به جای اینکه ما عمامه آخوندا رو بندازیم، چرا سرشون رو نزنیم؟ اینا که عاشق شهادتن، بیاید ما به این عزیزان کمک بکنیم با آرزوی دیرینشون برسن. الان همه سپاهی ها، بسیجی ها، مسئولین نظام، آخوندا، مبداهان، مگه بالای منبر 43 سال نمیگن که ما آرزوی شهادت داریم؟ الان جوان ها دارن میگن خب بیاییم ما کمک بکنیم این عزیزان زودتر به شهادت برسن، ما در از خدمت کردیم به اینا. ببینید این روش رو، این مبارزه رو، این جنگ رو نظام جلوی پای این جوان ها گذاشته. الان من حالا زیاد نمیخوام وقت دوستانو بگیرم، شاید از بحث اصلیمون بخوام خارج بشیم، ولی واقعا عباس آقا وقتی سوال کردن که وقتش کیه، من فکر میکنم این وقت رو هم خود نظام تعیین کرده که الان دیگه وقتشه. من نمیدونم مردم تا کجا، این مردم بلوچستان، مردم کردستان، تهران، این همه داره عزیزا، به قول عباس آقا الان گفتن 20,000 تا ما زندانی داریم که داره بهشون تجاوز میشه، به خواهرای ما، به دختران ما داره تجاوز میشه. ببینید اینا خشم، خود نظامی که داره خشم میآفرینه، خود نظامی که داره هیزم روی آتش خشم مردم میگذاره. من واقعا ما توصیه نمی کنیم، پیشنهاد نمی کنیم، ولی من فکر میکنم، منم مثل شما امیدوارم به اون مرحله نرسه که مردم بخوان دست به اسلحه ببرن، ولی نظام دیگه راه دیگه ای جلوی پای مردم نذاشته. ببخشید عباس آقا، من وقت نمیگیرم دیگه دوستان، خیلی ممنونم. مرسی. خیلی ممنون از شما. آقای دانشور. خب ببینید این امر کاملا روشنه. ما در ایران حکومت فاشیستی داریم. حکومت فاشیستی تنها راه حل مسائلش زدن و گرفتن و کشتن و اعدامه، چیز دیگه نیست. اولش هم بوده، چیز جدیدی هم نیست. درسته؟ ولی شما اگر دقت کنید سالهای 60 رو، اگر با سال 60 رو اگر تون باشه که ما میگیم دهه 60، به کشتار رژیم نگاه کنین، در زندان ها اعدام جوان ها غیرزاده نگاه کنین، کمتر از کشتار امروز نبود. یعنی حتی به لحاظ عددی نگاه کنین حتی بیشتر هم بود. منتهاش یه فاکتور اینجا عمل میکنه و اونی که در اون دوره حکومت میتونست اینو پنهانش کنه، در این دوره نمیتونه. این دوره جوونا، مردم یک ابزاری دارن که ارتباطشون سریع با دنیا برقرار کنه و بنابراین کشتن هر آدم برای جمهوری اسلامی امروز هزینه سنگین تری داره تا کشتن آدم در دور دهیش هست. این رو پس. اما من با این نظر موافق نیستم که در طرف مقابلی که روش مبارزه تعیین میکنه، این اگه این کار بکنیم ما شکستمون حتمیه. وقتی شما بگین این طرف مقابلی که مسئله زور رو بین ما و حکومت رو حل میکنه، یعنی ما رو در واقع در دام رژیم میدازه، یعنی اون زمانی که دلش بخواد این کار میکنه. شما میدونید در مبارزه تعادل نیروها یک امر روشنیه، در جنگ هم همینطور، در جنگ اجتماعی هم همینه.
یعنی شما به موقعی که بی هنگام وارد درگیر نامساوی بشین شکست میکنین. حالا اگه تو اندیشه شما این میشه که اونه که تعیین میکنه من کی باید جنگ کنم، حتما تو دامش میفتین. برعکس بحث سر اینه که نذاریم اون تعیین کنه که ما جنگ رو که آغاز میکنیم. حالا اینکه پاسخ این مسئله که کی اتفاق میفته که عباس از من سوال کرد، من گفتم هیچ کسی نمیتونه، هیچ کسی در جهان نمیتونه پیش بینی کنه این اتفاق کی میفته. ممکنه این اتفاق قبل از اینکه بیفته و رژیم از هم ساقط بشه، پاشیده بشه. ممکنه رژیم پاشیده نشه و مردم قیام جوونا تبدیل به یه قیام مسلحانه در عرض یه روز به حکومت بندازه. اینا ما نمیدونیم همش. ما یک اصل اساسی رو میدونیم و اونی که مردم حق دفاع دارن، بیشتر از این نیست. و همین دلیل که ما مردم رو ترغیب به درگیری نمیکنیم. اون زمانی که این جمع عقل جمعی که آقای نارمکی صحبت چون میکرد، خرد جمعی که صحبت چون میکرد، اگر خرد جمعی جوانا به جایی رسید که امروز باید رژیم رو مسلحانه انداخت، خب میندازه دیگه. ما بحثی نداریم. ما نمیم که ما نگفتیم که مسلحانه بودن گناهه، خیر، همچنین نگفتیم. و ما نگفتیم که این جنایت ها از طرف رژیم نمیاد، بعد از طرف رژیم میاد. همه آدم کشی ها، تجاوز ها، رژیم ماهیتا فاشیسته و وقتی شما آنالیز میکنی از این رژیم فاشیست، اینا طبیعتا توشه. برای بحث اینه ورود نابهنگام به مبارزه نامساوی خطرناک برای جنبش. این یکی. نکته دوم اینه که باید هر جنایتی که جنبش، جنایتی که رژیم بر علیه جنبش و مردم و جوانا میکنه، اونو سنگینش کرد، اونو جهانیش کرد، اونو در مجامع بین‌المللی محکومش کرد. این خودش باعث میشه که فروپاشی در میان خود اعضای رژیم هم سریعتر انجام بگیره. چون و یا وقتی که جنگ هنوز در خیابان صورت نگرفته، بخش وسیعتری از اون قشری که به اصطلاح بهش میگن قشر خاکستری وارد میدان بشه. یعنی هنوز نگاه کنین، هنوز در این مرحله ما جوانای پاک باختمون وسط میدونن، هنوز پدر مادرشون اندک وسط میدونن، هنوز بخش های خیلی مهم اقتصادی وارد داستان نشدن و دارن میشن، هیچ تردید توش نیست. برای رژیم کاری که مثلا ببینید، یک بحثی که امروز بحث جالب بود، آقای معتدی کرد، من گوش میکردم، میگفت، سوال کرد، گفت خبرنگارش پرسید، گفت شما اگر رژیم داره کردستان رو بمباران میکنه، اگه بمباران کرد شما چیکار میکنید؟ چی نظامی میکنید؟ گفت نه. گفت چرا نمیکنید؟ گفت برای که ما به یک همبستگی ملی رسیدیم، ما باید تو این همبستگی بمانه. اگر ما وارد جنگ مسلحانه بشیم با این رژیم، جدا از این که اصلا ما نیروشو نداریم و رژیم همینو میخواد که این کار بکنه، و شما میدونید که میزان تجاوز و کشتار و خشونت در مناطق سنی نشین خیلی شدید تره. یعنی در کردستان و بلوچستان، اگه تو تهران یا رو با آدم ها رو با تکتیر میزنن، اونجا مسلسل رو میذارن پشت چیز مردم میکشن. این یک واقعیته، برای که اونجا فکر میکنه رژیم کمتر خبرش میاد تا تهران، تا محلهای تو شهرهای بزرگ. بنابراین چرا اینا رو میگن؟ این آگاهانش میگن، میگن برای که ما میبینن در این حرکت عمومی ملت، همبستگی ملت ایران، پایان رژیم رو میبینن. بنابراین باید به دام، تو دام رژیم نیفتاد. یعنی این احساسات خیلی خوبی که همه ما در مقابل داریم، خشمی که داریم، این خشم رو کنترل کرد، نباید این اجازه داد که رژیم برای ما تعیین کنه که ما کی وارد مبارزه بشیم. خیلی ممنون جناب نارمکی، بفرمایید. متشکرم. خب من اینو ادامه میدم. جناب دانشور صحبت‌های خوبی کرد در مورد بحث مسلحانه. ببینید، مبارزه مسلحانه به عنوان ترم شناخته شده‌ای که در گذشته وجود داشته، ما میشناختیم، به نظر امکانش در ایران نبوده و امروز هم نیست، یا اگر چند اقدامی در این مورد شد، خب من توضیح دادم تو قسمت اول، شکست خورد. اگر مبارزه مسلحانه به مسابقه یک استراتژی شما در نظر بگیرید که میخواد تبدیل شه به شکل شناخته شده ترمی، خب اینجا نبوده. اگر بود حتما اتفاق میفتاد، نتیجه میگرفت. مثل اینکه اون دوستی که گفت در مورد رهبری کتاب‌های زیادی نوشته شده، خیلی خب، آقای دانشور گفت ندیده، من ندید قبول میکنم، میگم حتما هست که اون دوست گفته، حتما هست که رهبر کیه، چیه، چه مختصاتی داره، همه اینا هست. ولی خب وجود این کتاب ها نتونست منتهی بشه، یعنی کسانی حتما رفتن اونا رو خوندن دیگه که دارن این تذکر رو میدن که همچین کتابی هست، و
ولی خب وقتی که این نتونسته منتهی بشه یعنی کار نکرده اینجا. من در باب مسلحانه دو مطلب رو از نظر خودم مهم میخوام توضیح بدم. ببینید امروز گروهی در پنجشیر در مقابل وحوش طالبان داره مقاومت مسلحانه میکنه، یعنی تمام مختصات یک مبارزه مسلحانه که باید ارگانایز باشه، امکانات داشته باشه، در فلان باشه، همون چیزایی که ما میشناسیم اون داره و داره میکنه. آیا کسی میتونه بگه که اشتباه میکنه؟ نه، کاملا محقه که چنین مبارزه‌ای رو بکنه، داره میکنه. اینکه مردم افغانستان چه روی کردی به اون پیدا کردن، آیا از اقصاب ببخشید از مناطق مختلف سعی میکنن برن به اون بپیوندن و نیروهای پسر مسعود رو بیشترش بکنن؟ من نمیدونم چه مقدار این اتفاق داره میفته، ولی هست، داره کارشو میکنه. من هیچ دلیلی اینجور موارد به مخالفت یا موافقت نمیبینم. ما صحبتمون به اینه، اون خرد جمعی داره ضرورتهای خودش رو پیدا میکنه و اگر مشکلی براش پیش اومد باز با همون روشی که بنده عرض کردم در مورد شور میکنن، بعد به این نتیجه میرسه. اصلا خود یک رهبر، یکی از ویژگی رهبریش مگر این نیست که امکانات خودش رو بفهمه، با آرزوهاش رهبری نکنه، به خاطر امیالش رهبری نکنه، بر اساس ممکناتش حرف بزنه. دقیقا این همون اتفاقی که الان خرد جمعی داره اینجا انجام میده. من توضیحم رو اینه، من بیشتر کامنت هایی که رصد میکنم تو این شبکه ها میبینم مردم یه حرفی رو دارن درست میگن، میگن که بحث مبارزه مسلحانه نیست به اون معنی که بنده عرض کردم، بحث کلاسیکش، ولی واکنشی که به عوامل و عمله های ظلم حکومتی این پیام رو واضح برسونه، که تا الان هم به کفایتی یا ناکفایت رسونده. ما حدود 500 کشته دادیم تو این مدت و 70 نفر به گفته خود مقامات که اون فایل محرمانه که لو رفته بود از عوامل حکومتی بودن، که حکومت خیلی هم دوست نداره این آمارا رو زیاد بگی، اصلا سعی میکنه حداقلی نشون بده. خب 70 نفر کم نیست، 70 نفر از اون از نیروی حکومتی کشته شدن. ضمنی که بنده میگم اگر در یک خیزش همگانی ملت اقدام بکنه به اشغال کردن 5 شهر اصلی و در پایتخت جمعیت چند میلیونی بخواد حرکت بکنه بره و مثلا منطقه رهبری رو بگیره، الان ما 500 تا کشته دادیم، 500 کشته کم نیست در یک حرکت ناگهانی و نهایی، خودش یک آماریه که در اونجا خیلی هم شما ضرر نکردید، چیزی غیر از اینم به دست نمیاد. 500 تا کشته باش میشده یه حمله اساسی که شاید اصلا کل کار تموم میشده، ولی به مرور این کشته ها تحمیل شده. مردم در مقابل میگن پیام ما در واکنش اینه که حکومتی ها هم باید بدونن هزینه باید بدن. و من با یادآوری اون صحبت دوستمون جناب عباس دانشور که گفتن در سال 60 ما یادمونه که هرچی ترور اتفاق میافتاد خشونتش رو حکومت بیشتر میکرد، بله این درست بود، اما اون کسانی که اون روز برای حکومت کار میکردن آرمانگرایانی متدین و عدید من و شما احتمالا متوهم بودن که به راحتی حاضر بودن روی مین برن و در نتیجه جنگ مسلحانه روی اونها به اون شکل نتیجه داد. ولی آیا امروز هم اونها وجود دارن؟ یعنی اینکه بفهمن که حالا مردم هم میکشننشون، آیا باز هم همون واکنش سال 60 خواهد داشت؟ احتمالا من و شما همه با هم مشترکیم که عمله های ظلم کنونی یا وابستن به خاطر گذشته خودشون و به خاطر پول دارن کار میکنن. این بدنه اون بدنه این نیست که حاضر بود صف ببنده، ترافیک درست میشد از داوطلب هایی که حاضر بودن به خاطر چیزی به نام نظام جمهوری اسلامی برن روی مین. امروز همشون میدونن اساسا حتی ساختاری سیاسی به نام نظام جمهوری اسلامی موجود وجود خارجی نداره، موجودیت نداره، بلکه یک گنگی به نام علی خامنه ای که تمام نظام، کشور، همه چیز رو هزینه منافع شخصی خودش و خانوادهش کرده و داوطلبی من بعید میدونم مثل اون روزها پیدا بشه بخواد صف ببنده. شرایط تغییر کرده. اقداماتی که شما بهش اشاره کردید، من همینقدر این رو میگم میگذرم که داره میگه سعی باید بکنیم به عوامل حکومتی، به عمله های ظلم که اینا خطرناکن. احمد جنتی خطری برای هیچ ملتی نداره. توهمات علی خامنه‌ای و احمد جنتی رو همون بچه بسیجی به ظاهر از مردم اون عملیاتی میکنه، اون اجرایی میکنه، اون حکومت رو نگر میداره. اینا باید بفهمن که باید هزینه بدن بابت آنچه که انجام میدن و
وقتی که شما نمیتونی حکومتی رو خیلی سریع سرنگونش بکنی، اما یه کار میتونی بکنی، هزینه ادامه حکومتش رو بالا ببری. و این هم بحثی که خرد جمعی فهمیده، هزینه حکومتی بودن باید افزایش پیدا کنه. این هزینه که تا حالا بسیجی ها میدادن اصلا جالب نیست، زیاد نیست، این هزینه باید بره بالا. شما برای اینکه بسیجی باشی باید هزینه بدی، همینطور که حکومت داره پیام میده که خواستی با من مخالفت کنی، حتی حرف مخالف بزنی، چه برسه به اینکه سنگ بزنی. من برای تو علی دایی هزینه ایجاد میکنم که فقط حرف زدی، هیچ کاری نکردی، تو هیچ تظاهراتی نرفتی. مردم هم باید این پیام رو بدن و دادن، نه که من بگم براشون تعیین کنم، خودشون این پیام رو دادن، من فقط دارم نقلش میکنم. برای توی بسیجی که میای چاقو میکشی برای دختر و یه دختری که 40 کیلو هم نبوده 8 گلوله به بدن اون دختر میزنی، چرا تو نباید از اینو بدی؟ بعد بدی، خیلی قشنگم بعد بدی، حتما هم ازت میگیری. این هم پیام بود مردم دادن، من فقط دارم نقلش میکنم. من تو پرانتز یه یاد داشتم اینجا، یکی از اعضای محترم به من ایرادی گرفت که من از اون لفظ فوش خارمادر استفاده کردم. من میپذیرم، پوزش میخوام. من بعد میگفتم که فحاشی های رکیک، حالا این روی عادت بر ما ببخشید. معمولا ما وقتی میخوایم اشاره مستقیم یا خیلی معینی بکنیم به اون دوز غلظت فوشای مردم، از اون عبارت شاید قول شما غلط خارمادر استفاده میکنیم. من عذر میخوام، حتما بعد میگفتم که فحاشی رکیک. و از این استفاده میکنم اینو بگم که مردم در اتفاقا فوشای رکیکشون یک خط سیاسی که فقط یک رهبر باید به مردم ارائه بده، اون خرد جمعی ارائه داد. بین ما هیچ مکالمه ای نیست، نمیتونه باشه، در شرایط جنگی مکالمه ای وجود نداره. هیچ، اون چیزی که اتفاق افتاده که تو خودت یعنی حکومت خودت خواستی این هست که با هم بجنگیم. اعلان جنگو تو کردی. در نتیجه زمانی که من نوعی الفاظ رکیک به کار میبرم، کی به کار میبرم؟ دو مورد: زمانی که زورم به طرف نرسه، دو برای اینکه بهش نشون بدم که ما با هم اساسا نمیتونیم بحثی داشته باشیم. اونجایی که مردم میگن ما کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش بکنیم، این شکل متمدنانه و مؤدبانه‌شه که داره بیان میشه. و فوش رکیک یعنی اینکه جنگ داریم با هم میکنیم، مردم بدونید ما داریم با اینا میجنگیم، و در جنگ بین ما سنگ است و گلوله و الفاظ رکیک. طبعا در جنگ چیز دیگه نمیتونه بشه. من یه شعار دیگه رو یادداشت کرده بودم: چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. اینو در ادامه اون صحبت درستی جناب دانشور میخواستم بگم که ایشون گفت که در واقع با اون شعارها دارن اون خرد جمعی رو، شما ببینید با همین یک شعار و به بیان من ساده و دقیق، همه اونی که شاید اینجا چند ساعت یک استاد دانشگاهی باید بیاد توضیح بده که سکولار بودن چیه، خاصیتاش چیه، و در یک مبارزه که شما دارید با یک حکومت این چنینی میکنید چرا باید ابعاد سکولاریسم رو مثلا رعایت بکنید که مبارزتون بهتر اتفاق بیفته. در یک شعار چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب، همه این ترم داره بیان میشه. و این اون دقیق بودن و ساده بودن و همگانی رو همه شمول بودن هست که انجام میشه. من اینجا دیگه کفایت میکنم این صحبت رو، کفایت میدم به این که در انتها فقط عرض بکنم من فکر میکنم ممکنه اشکالاتی در این خرد جمعی، این رهبری باشه، ولی حتما از محاسن که تا الان پیش رفته به هر دلیلی، بنا به هر دلیلی نتونسته شکل کلاسیک پیدا بشه، از زمان خودش گذشت. تو یه زمانی ما منتظر میشیم که مثلا فلان پدیده باشه ما رو رهبری کنه، خب نتونست، نشد. حالا که نشد، شکل خرد جمعی داره تجربه خودش رو پس میده، امیدواریم تجربه خوبی باشه. موضوع کمیته ها هم که آقای دانشگاه شما اشاره کردید، ضمن همدلی با شما من یه خاطره فقط بگم، اتفاقا در نقض همون مسئله است، رهبر اون کله اون سر، یه سری وجود داشت در سال 57 به نام دفتر امام خمینی. حالا میتونید مثلا اسمش فردا بشه، فرض کنید شما دفتر بهروز فلانی. اون دفتر نامه زد، این بچه هایی که کمیته های مردمی درست کرده بودن، نه کمیته های انقلاب اسلامی، کمیته های مردمی، اینو بچه های محل بودن، مثل جوانان محل که الان میگن، بچه های مردم بودن، بچه های محل بودن، معتمدین محل بودن. یه نامه از دفتر امام خمینی آمد که کسانی که فلان شرایط رو دارن بیرونشون بکنید، فلان شرایط رو دارن جذبشون بکنید، و از حالا به بعد تمام این کمیته ها باید زیر نظر
اون معمم مسجد محل قرار بگیرن، معمم هم که باز خود دفتر تعیین میکرد، اون سر به این شکل تصویه کرد کمیته های مردمی رو. اما امروز من برعکس فکر میکنم، من فهم میکنم چون هدفش رو این خلط جمعی خوب بلده، اتفاقا تمام اون سر، حتی همون اسامی که چرا دانشور گفت، نمیدونم خانم علی نژاد، آقای اسماعیلیون، همه اینها اونها هستن که خودشون رو باید با خلط جمعی منطبق کنن، نه برعکس. یعنی اگر فردا کمیته انقلاب هم در یک وزارتخونه توسط مردم درست شد، جایی نیست که نامه بده که فلانی ها باشن فلانی ها نباشن. اتفاقا اون کمیته هست که دقیقا افرادی رو میاره اونجا نگهداری میکنه که با خرد جمعی، یعنی اون آرمان های جمعی خودش منطبق باشه، نه برعکسش. من خواستم صحبتم رو با این تموم بکنم که از حالا به بعد هر سری که پیدا میشه تحت پوشش میدانی، میانی، بالایی، اون هست که باید با خرد جمعی و اهداف این خرد جمعی خودش رو هماهنگ بکنه، نه برعکسش. برعکسش اون اتفاقی بود که در سال 58 افتاد. از من کاملا تمام. مرسی آقای دانشور. ما در حقیقت 12 دقیقه دیگه وقت داریم. نه من خیلی کوتاه یه دو سه تا نکته خواستم به نظر من بگم. یکی این که خب اولا به حال یادون باشه خرد جمعی هم نقدپذیره، یعنی ما اجازه داریم خرد جمعی هم نقد کنیم، یعنی هیچ محدودیتی در نقد سیاسی وجود نداره. یعنی ممکن است تو همین رهبری خیابانی جوانو هم اعمال اشتباهی صورت بیاد، به این معنی است که چون ها در یک موقعیت خطرناک جونشون رو به قمار گذاشتن، ولی اگه یک حرکت سیاسی اشتباه بکنن بهش توضیح ندیم. این یه نکته. از نکته بعدی ببینید، یه بحثی وجود داره که ما بحث خشونت چون اینجا پیش اومد که حرف ما کارل مارکسه که معتقده که خشونت قابله انقلابه، یعنی برای که یک فرماسیون مثلا اجتماعی تبدیل به یک فرماسیون اجتماعی دیگه بشه انقلاب لازمه، و اون کسی که انقلاب انجام میده و خشونته، نقش خشونت مثل نقش قابله یک این کار میکنه. و این امر خیلی خطرناک و بدیه، این امر یکی میتونه جنبش متمدنانه ای گفتیم امروز، یعنی جنبش مدرن خیابان ایران رو اگر پذیرش داره خوشبختانه نداره، اگر پذیرش داشته باشه به خطر میفته. یه نکته است. نکته بعدی کمیته های قدرت خلق، کمیته های قدرت فلان، یه بحث، اینه بحث که در واقع لنینیستا آوردن جلو، و اونم اینه که برای شکل‌گیری قدرت سیاسی جدید وقتی که قدرت کهن داریم کنار، برای شکل‌گیری این باید قدرت خلق بیاد. قدرت خلق هم عبارت است از جمع میشه از اون کمیته های کوچیکی که تو کارخونه و محیط کار و غیره زارک به وجود میاد، از تو خود اینا باز یک شورای بزرگتری در میاد و بالاخره شورای رهبری بلند در میاد اینا. ولی این عملا هم از نظر تئوری خطرناکه، ما رو به فاشیسم جدیدی میرسونه، و هم از نظر عملی خوشبختانه تو ایران کسی بهش توجه نمیکنه. چون بحث ما، تمام بحثی من کردم اول یه نیم ساعت اول، برای این اساس بود که ما این رهبری خیابانی رو تا لحظه ای که جمهوری اسلامی سقوط میکنه میپذیریم. از اون بعد خیر، از اون بعد فرق ما با کمونیستا و قدرت اقتدارگرایان در اینجاست. از اون بعد ما به یک دستگاه بروکراتیک اداره کشور احتیاج داریم، نه به کمیته های خلق. کمیته های خلق میشه کمیته های جمهوری اسلامی، میشه کمیته های بولشویکی که بعداً پدر روسار در باده امروز پوتین رو به بار آورد، یا میشه چین رو وجود آورد. بنابراین باید دقت کنیم برای گذار به دموکراسی وجود کمیته های خلق، کمیته های محلات تا زمانی که حکومت سرنگون میشه امرش کاملا پسندیده و ضروری و بدون اون نمیشه. از اون از بعد خیر، از اون از بعد این اندیشه سیاسی، این رهبری سیاسی شکل نوینی پیدا میکنه، و اون شکل نوین باید شکلی باشه که درش نسبتاً تضمین گذار به دموکراسی باشه. علتش هم خیلی بحثای زیادی که الان وقتش نیست که چرا این کمیته های انقلابی آخرش تبدیل میشه به اون قدرت مرکزی حزب کمونیست، تازه حزب کمونیست هم نه، پلیت برو یا رهبری حزب کمونیست که پدر همه رو در آورده، در تاریخ جنبش های کمونیست جهان این آزمایش خودش بسته. همین خواستم. مرسی. در حقیقت کمیته های محلات تبدیل به بسیج شدن که الان مردم رو میکشن. خانم قیاسفند، میایم اون طرف، دوستان بیرون از اینجا.
سپاسگزارم. آقای تقی آل مظفر از لندن نوشتند نمیدانم در نزد آقای دانشفر فرق اتحاد و ائتلاف چیست، اما در علوم سیاسی ائتلاف ممکن است و اتحاد به خاطر اینکه از حل شدن در یکدیگر به دست می آید ممکن نیست، چرا که ماهیت متفاوت متحدین را مخدوش می کند. نمیدانم این موزل دموکراسی در نزد ایشان چیست که ائتلاف احزاب اپوزیسیون خارجی کشور را برای براندازی حکومت دموکراتیک نمیدانند، اما ائتلاف احزاب در حکومت دموکرات برای تصرف دولت را توصیه میکنند و میخواهند احزاب اپوزیسیون با هم اتحاد کنند و نه ائتلاف. این یعنی به هم ریختن همه مفاهیم اصلی سیاسی. سپاسگزارم. ممنون از شما. دانش. خیلی ممنون. خب خیلی بحث خوبیه که اینجا مطرح شد از طرف آقای تقی آل مظفر. ایشون تکیه کردن به معنای کلمه اتحاد که حتما ایشون درست میگن، چون از حل شدن میاد و مسترش پیدا کردن. ما بحثمون تو حوزه سیاسته. وقتی من صحبت ائتلاف کردم گفتم در دموکراسی مفهوم ائتلاف اینه که احزابی وجود دارن که پشتوانه مردمی دارن ولی نمیتونه یکیشون به تنهایی قدرت سیاسی بگیره، ناچارن مجبورن با هم بدبستان سیاسی کنن. یعنی اونجا بدبستان سیاسی تو برای دموکراتیک عمل ضروری و چاره ناپذیر باید انجام داد. یکم کوتاه میاد یکم کوتاه میاد به بعضی مسائل مشخص برای تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه و بالاخره به یک حکومت ائتلافی دست میاد. این میگن ائتلاف احزاب، درست؟ این در دموکراسی معنی داره. به خاطر چی معنی داره؟ به خاطر پشتوانه اجتماعیش، به خاطر اینکه وقتی حزب الف با حزب ب رفیق میشه معنیش اینه که اجازه رفاقت رو از طرف بخشهایی از جمعیت داره، حزب ب هم همینطور، درسته؟ ولی گفتیم در بیرون از دموکراسی اصلا حزب معنی نداره. حزب یعنی یه آدم 10 تا 15 تا 20 تا دور هم جمع میشن، یه اساسنامه درست میکنن، یه ایدئولوژی سیاسی درست میکنن برای حزب خودشون. هنوز دموکراسی نیستن، عیبی هم نداره، اسمشون هم میذارن گروه سیاسی، حزب، هر چیزی میخوان، هیچ اشکالی با این من با این مشکلی نداره. ولی اینا میتونن با هم رفیق بشن. ولی در اساس وقتی با هم اینا میگن ما ائتلاف میکنیم یعنی در اتحاد میکنن. یعنی چرا میگیم اتحاد میکنن؟ برای که اینا میخوان یک قدرت سیاسی جدیدی رو به وجود بیارن، یعنی یک کاری بکنن که یک حکومتی به وجود بیاد که اینا هم توش باشن، درسته؟ بحث اینه دیگه. خب برای این خب کل این بحث دموکراتیکه. تو وقتی بگی من بیرون از دموکراسی میخوام ائتلاف حزبی درست کنم، عملش که محتواش دموکراتیک نیست، چون دموکراتیک بودن به مفهوم در دموکراسی یه معنی داره، بیشتر هم نداره. جریان دموکراتیک در دموکراسی که پشتوانه مردمی داشته باشه، یعنی ثابت بشه با شمردن رأی هم هست، با هیچ دیگه نیست، با داد و بیداد تو خیابون نیست، با حرکت‌های پوپولیستی هم نیست، با رأی. دموکراسی اینه به ما میاد میده، میگه میشمریم 1 2 3 4، 2 میلیون تو رأی داری، 1 میلیون من رأی دارم، نمیدونم 700 تا اون رأی داره، بعد بر اساس این رأی ها اینا اجازه شکل گیری قدرت سیاسی رو پیدا میکنن. ولی در بیرون از دموکراسی که حزب الف و گروه ب و گروه س وقتی با هم جمع میشن تعدادشون زیاد میشه، چیز دیگه نمیشه، برای که اینا ایدئولوژی های حزبیشون در قدرت نیست، اصلا معنای مشخصی فعلا نداره. یه اعتقادی داره که اون میگه مثلا بازار بنیاد بشه، اون یکی میگه نمیدونم اول این باشه، اون یکی میگه نمیدونم هر کسی ایده‌های خودش فدرال باشه، اون میگه نباشه. یا سری ایده های ذهنیت اینا پشت باشه، ایده های سیاسی ایرادی هم نداره، ولی این خیلی اصلا ربطی به دموکراسی نداره. بنابراین من چی میگم؟ من میگم اینا وقتی با هم رفیق میشن، با هم کنارم دیگه، متحد میتونن بشن. یعنی چی متحد میشن؟ یعنی دقیقا یک هدف معین همه داشته باشن. اون هدف معین امروز در جامعه ایرانی چیه؟ امروز هدف اتحاد معین در درجه اول زدن جمهوری اسلامیه. شما برای انداختن جمهوری اسلامی میتونید متحد بشید. این ائتلاف نیست. شما ائتلاف نمیکنید جمهوری اسلامی رو بندازید. چون وقتی ائتلاف میکنی یعنی که روی سیاست های حزبی یک مشترکات پیدا میکنی.
اصلا معنی نداره. شما اگر این مشترکات رو... الان مشکل جنبش سیاسی ایران همینه، 40 ساله 43 ساله هیچ کار نمیتونه بکنه. مشکلش اینه که الان متأسفانه دهن رهبران میشنویم، حتی از دهن شازده رضا پهلوی هم میفهمیم اشتباس که احزاب سیاسی با هم متحد ائتلاف کنید. آخه این ائتلاف بیرون دموکراسی معنی نداره. ائتلاف بشین میتونه بگیم متحد بشین همه، یعنی همه نیرواتون رو یک کاسه کنین، تو 100 تا داری، تو 10000 تا داری، تو 5 تا داری، ایبی نداره، با هم یکی بشین یه برنامه رو پیش ببریم برای انداختن جمهوری اسلامی. برای شما مجوز از ملت ندارین که برای شکل دادن به سیاست در آینده ایران دخالت داشته باشید. برای همینه که میگیم رهبری قسمت دوم یک رهبری بوروکراتیک فرایزبیه. برای چی میگیم فرایزبیه؟ نه اینکه ما از احزاب مثلا میترسیم، برای که ایدئولوژی سیاسی مجوز نگرفته هنوز. هنوز انتخاباتی در کار نبوده که شما از تو انتخابات مجوز قانونی از طرف ملت داشته باشیم. به این دلیل اعتراف اینجا کشته حرف بیخودیه، یه برداشت نادرستی از کلمه ائتلاف در دموکراسیه. و من اول صحبتم گفتم یکی از مشکلات اساسی سیاسیون ایران اینه که مفاهیم دموکراسی رو در اون از دموکراسی هم به کار باید میخوان ببرن و این نمیشه و غلط و همین دلیل عملی هم نیست. شما این میکنید 40 ساله چرا با هم دیگه رفیق نمیشن؟ چرا به اصطلاح خودشون ائتلاف نمیکنن؟ چرا نتونستن ائتلاف کنن؟ برای که این ائتلاف معنای دموکراتیک نداره، معنای زورگویانه داره. و هر کسی هم میخواد هژمونی خودشو به هر گونه، اون یکی هم دست اینو میخونه. جالبش اینه چون دست هم دیگه رو میخورن نمیتونن با هم رفیق بشن. حالا یه نهضت تو ایران راه افتاده، نهضت جوانه رفته که خط قرمز روی حرفا کشیده، گفته ما جوانایی که داریم با رژیم جمهوری اسلامی میجنگیم فرایزبی هستیم، دخالت به هیچ موضوع معین سیاسی نمیکنیم، ما فقط خواهان آزادیم، خواهان دموکراسیم، حقوق زنانیم، برابری زن و مردیم، اینا مفاهیم کاملا حقوق بشری و روشنیه. درست فهمیدین؟ اینه داستان اصلی. حالا اینکه این مفاهیم به هم ریخته، این مفاهیم به هم ریخته هست، من به هم نریختم. یک کسی که دانش سیاسی رو تعقیب میکنه باید بفهمه این مفاهیم رو. این مفاهیم از معنای کلمه اتحاد که مثلا حل شدنه در نمیاد. اتحاد خوش این مفهوم سیاسیه تو سیاست. اعتراف ممکنه شما ریشه لغوی اعتراف در بین که من اصلا ندونم چیه، اشکال نمی نداره، ولی من میفهمم که مفهوم اعتراف در دموکراسی یعنی چی، چون دارم تو اعتراف دموکراسی دموکراتیک ازار زندگی میکنم 30 ساله، من اینو میشناسمش و میگم این شرایط در ایران امروز وجود نداره چون من بیرون از دموکراسی. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. با پوزش از دوستان آقای نارمکی ببخشید، میتونیم چهارشنبه ادامه میدیم اگه خواستین. وقت ما تموم شده، سخنرانم استراحت کنه. ممنون از همه. یه افلاینه فکر کنم آقای با نارمکی، من از شما خواهش میکنم بزنید افلاین انجام بشه چون مثل که خب سخنران بفهم. من متشکرم، مسئله میگم در کمتر از افلاین. من فقط یه چیز رو خواستم اصلاح بکنم که نه اون از مردم در واقع دفاع بکنم که اون کمیته‌های انقلاب به خاطر وجود اون سر که اون کار رو کرد، یعنی دستوراتی که داد، هم حفظ 100% حرف آقای دانشور درسته که چنین چیزی در آینده در قانون اساسی آینده حتما اونجا باید تکلیفش حل بشه، ولی اون سری که سال 57 وجود داشت بلافاصله اون پدیده رو در آورد، یعنی کمیته هایی که اراذل او باش بودن. من مجاز نیستم اسپیارم، تمام کسانی که در کمیته حفاظ نارمک ابتدا در اون کمیته رفتن از معتمدین خوب مردم بودن که توسط اون سر رهبر انقلاب اسلامی تصفیه شدن و اراذل او باشی که اصلا اهالی نارمک داره نمیشناختن از حاشیه تهران برداشتن و آوردن اونجا به سر اون ملت گذاشتن و اون فجایع رو درست کردن. اینو من خواستم اصلاح کنم و ضمناً جناب دانشور 100% خرد جمعی با گفتگویی که هی دارن با هم میکنن هم رو همواره دارن نقد میکنن، اتفاقا گفتگوشون نقد هم دیگه است. متشکرم. ممنون از شما آقای نارمکی گرامی و ممنون از سخنران، خسته نباشید. و تشکر از آقای سعید بهبانی برای تلویزیون میهن تیوی و دوستان شرکت کننده در داخل و خارج از این سالن. سپاس از مدیریت خوب شما. درود بر دوستان، درود بر آقای دانشور، شاد و پیروز باشید. درود بر همه.